خود اسلام، کل اسلام از محمدش گرفته تا علی و حسن و حسین و جد آبادشون همین بودن: دزد، زناکار، قارتگر، بچه باز، متجاوز، همشون. الان یه تلفنی برام اومد که دوست داشتم مردمم بشنون، ولی نمیدونم این عزیز میخواد که مردم بشنون چیزهایی که داشت تعریف میکرد یا نه، ولی اگر دوست دارین مردم بشنون حتما بیاین رو خط. خدا رو شکر شهادت این خانم سومالیایی رو شما دیدید، شنیدید که چقدر در دنیای اسلام دروغ، ریاکاری، فریب، مردسالاری، غارت، زنا و غیره وجود داره. هیچ کدوم از اینها از جانب خدا نیست و مجریان این اعمال هیچ کدوم وارد بهش نمیشن. یه بار دیگه میخوام یادآوری بکنم خدمتتون که اگر گمان میکنید که امکان نداره خدا این همه آدم رو به جهنم بفرسته، اشتباه میکنی، فریب این نخور. جانم رو ار هستید، بفرمایید، خواهش میکنم. درست در کشیش حمید عزیزمون، آمنه هستم، میتونم الان باهاتون بله. صحبت کنم؟ بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم. بله کشیش حمید، من همین الان پیامی داشتم از خانمی که الان از ایران پای ماهواره دارم برنامه شما رو نگاه میکنن، چون اساسی به تلفن ندارن و نمیتونن مستقیم با تو صحبت کنن. okay. اوضاع از این قراری که ایشون در سن 8 سالگی و 9 سالگی و 11 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتن از اطرافیان، یعنی از اخوان، شوهر خواهر، از برادر و متاسفانه از افراد درجه یک خانواده، و بعد در سن 15 سالگی ازدواج میکنن که در سن 21 سالگی بچهشون جلوی چشمشون تصادف میکنه و فوت میشه، و بعد از اون زندگی فوق العاده سختی رو داشتن به این ترتیب که یه دخترم داشتن و به خاطر فقر و نداری مدام دست به خودفروشی میزد تا اینکه بخواد به این بچه برسه، تا اینکه زندگی خیلی وحشتناک و دردناکی رو داشت، تا اینکه تصمیم میگیره اون فردی رو که بهش تجاوز کرده بود رو بره بکشه. و در اون بله و در اون شب بود که خواب عیسی مسیح رو میبینه. بله خواست میبینه که عیسی مسیح میان و میگن ببخش، ببخش، نکش این شخص رو. و بعد از اون دوباره این کار رو نمی کنه، ولی بعد از اون تصمیم میگیره خودش رو بکشه، 2-3 بار خودکشی میکنه و هر بارم عیسی مسیح میاد تو خوابش میگه نکن این کار رو، تو دیگه اسمت افسانه نیست و اسمت ارمیاس. ارمیا من اصلا نمیدونم ارمیا چه کسیه. ارمیا یکی از انبیا بوده. بله ارمیای نبی. ارمیای نبی گفتن دیگه اسمت افسانه نیست، اسمت ارمیاس، و با توجه به تمام سختیایی که کشیدی تو، من تو رو انتخاب کردم و تو نباید توی اون مسیر بری. در هر حال الان بسیار بیمار هست و بیماریه که من فکر میکنم 2 شب پیشم برشون نوشتم یا دیشب بود که
انواع اقسام بیماری جسمی رو دارن و تقاضای شفا داشتن ازتون، ولی مهمترین چیز اینه که گفتن اصلا بدون اینکه عیسی مسیح رو بشناسن، چون مسلمون بود، و اصلا بدون اینکه بدونن عیسی مسیح چه کسی هست، در خواب دیدن و با همون خاری که دور سرشون بود اومدن و چندین بار این خانم رو گفتن دست به این کار رو نزد. و من نمیدونم حالا ایشون دعای توبه و نجات رو خوندن بعد از شما یا نخوندن و اصلا کامل مسیحی شدن یا نشدن رو نمیدونم، ولی از من خواهش کرد که این پیام رو به شما رو بگم، چون خودش داره پای ماهواره صحبتهای شما رو گوش میده. اوکی، الان چند سالشون هستیشون؟ الان فکر میکنم 55-56 سالشون، خیلی هم 60 سالشون باشه. اوکی، اون وقت گفتن که در سن 5-8-11 سالگی توسط اقوام نزدیک، چقدر نزدیک بودن این اقوام؟ شوهر خواهرشون و برادرشون. برادر خودش؟ برادر خودش در سن 8-11 و 10. اوکی، همین دو نفر بودن یا شخص سومی هم بود؟ نه، گفتن همین دو نفر بودن که به کرار این کارو کردن، از سن 8 سالگی، 10 سالگی، 11 سالگی، که بالاخره خودش در سن 15 سالگی ازدواج کرد. اوکی، هنوز مزدوج هستن؟ بله، گفت 2-3 بار از شوهرم جدا شدم، ولی باز به خاطر اینکه دختر دم بخت داشتم ترجیح دادم که باهاش زندگی کنم برای آبروی مسائل. و گفتن که در حتی با اینکه قلبن عیسی مسیح رو دوست داشت، البته میگم نمیدونم که دعای توبه و نجات رو خوندن یا به یه شخصی مثل شما وصل هستم یا نه، اینا رو نگفتن که فکر نمی کنم. ولی آیا با شوهرشون هیچ وقت در این امور هیچ صحبتی کردن، درد دل کردن با شوهرشون؟ بله، شوهرشون که مخالفه دیگه، مثلا میگفت میاد من باید تلفن ماهواره رو خاموش کنم یا اصلا نمیتونم تلفن بزنم صحبت کنم، چون میگه همه اینا شیطانیه و همش از روح شیطان نشأت میگیره. یعنی همه اینا، یعنی ما مسیحی ها رو میگه یا چی؟ ما مسیحی ها شیطانی هستیم. اوکی، اوکی عزیزم، ایشون چه نوع بیماری داره؟ گفتن که سرطان رحم دارن، آلرژی و آسم دارن، بعد بیماری آرتروز گردن و کمر، و از همه اینا بالاتر روح‌های بسیار وحشتناکی که شبانه روز احساس میکنه و در کنارشن و باهاش زندگی میکنه. اوکی. یعنی مشکل روحی و جسمی. ولی خودش گفتش که نمیتونه الان چون شوهرش هست نمیتونه تماس بگیره. دقیقا. اوکی. دقیقا همینطوره. اوکی. بیمون. و گفتن که به خاطر مسائل مالی که همیشه در فقر و تنگدستی بود، برای جهازیه دخترش و برای خیلی موارد دیگه، با اینکه عیسی مسیح به خوابش اومد و میدونست که اون راه حقیقته، ولی متاسفانه دست به خودفروشی میزد برای سالهای سال. و من نمیدونم حالا امروز وضعیتشون چطوریه، آیا دعای توبه و نجات رو خوندن نخوندن، و یا اینکه شما فقط میخوان برای شما رو میبینن الان و برای صحبت رو میشنون و چه کمکی از دستتون برمیاد، که من فقط به عنوان یک شخصی که بعد این رو بهتون میگفتم خواستم بدونید. خیلی ممنونم از لطف شما، به خصوص که ایشون خودشون نمیتونن تماس بگیرن، محبت کردید که اومدید رو خط.
که ما بتونیم بشنویم این مسئله رو. ممنونم از تماستون خواهرم. چیز دیگه هم هست در مورد ایشون که باید بدونیم؟ نه. اوکی. خیلی ممنون از وقتتون. خواهش می‌کنم. مرسی عزیز جان. خدا نگه. واو. نمیدونم این روح شهوت واقعا داره بیداد میکنه اونجا و سکس یه چیزیه که از قدیم الایام خریدار داشته، ولی الان این خانم به بیماری های گوناگون از جمله سرطان رحم، آلرژی، آسم، آرتروز گردن و کمر این مشکلات شما خواهر گرامی حل شدنی نیستن، مگر اینکه شما اون دو نفر متجاوز که برادرتون و شوهر خواهرتون بود، شوهر خواهر نمیدونم والا، ببخشید میدونم سخته بخشیدنش مشکله. بعضی از مردم الان برمیگردم به این خواهر گرامی که راجبشون ادامه بدم صحبت بکنم، ولی نمیخوام یادم بره. ببینید، شما نمیدونید، تصور نمیتونید بکنید به یک بچه وقتی تجاوز میکنید چه صدمه دائمی به جسم و روح اون بچه وارد میکنید. الان 55-60 سالشونه این خانم، در 5 سالگی بهش تجاوز شده، هنوز بعد از نیم قرن نتونسته فراموش کنه. حقم داره، میدونم ساده نیست، ولی خواهر گرامی شما اینو در نظر بگیر عزیزم، هیچ چاره جز بخشش نداری. مطمئنم که مسائل زیادی در لابلای این اتفاقهایی که افتاده به وجود اومده براتون، بعضیا کمک کرده به این به وقوع اومدن این اتفاقها، بعضیا شاید نه برعکس، ولی اولین کاری که شما باید انجام بدی قبل از اینکه بتونی دعا بکنی، قبل از اینکه من بتونم برای شما دعا بکنم، قبل از اینکه خدا دعای شما رو بشنوه یا جواب بده، باید برادرتون و شوهر خواهرتون رو ببخشید. در جایی که ایشون گفتن یه روز تصمیم گرفته بود شوهر خواهرش رو بکشه، من درک میکنم، کسی نمیتونه تصور بکنه چقدر لطمه میزنه به روح اون بچه وقتی بهش تجاوز میشه. قدم اول خواهر گرامی اینه که اون دو نفر رو ببخشیم، برای اینکه آب ریخته شده روی شن هست، روی ماسه دریا هست که دیگه نمیتونی جمعش کنی، تموم شده رفته، اثراتش مونده، و اگر اونها
برادر شما و شوهر خواهر شما یک روزی به خودشون نیان، توبه نکنن و به مسیح انجیل ایمان نیارن، همین گناه به تنهایی اونا رو میتونه به جهنم وارد کنه. و شک ندارم تومه های دیگه هم داشتن، شکار های دیگه هم داشتن که بهشون صدمه زدن. برادر و شوهر خواهرتو ببخش، چون هیچ کاریش نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی جز چرا؟ میتونی متنفر باشی ازشون، میتونی خشم و کینه داشته باشی، میتونی در صدد انتقام بر بیای، ولی وقتی خود مسیح به شما ظاهر شده و گفته ببخش، ببخش. یونس نبی نباش، بر علیه فرمان خدا عمل نکن که از شکم ماهی در سر در بیاری، بلکه ببخش، از خداوند اطاعت بکن و خودت رو از این اسارت خشم و کینه آزاد کن. الان شما در اسیر شیطان هستی، کاری به کارهای دیگه زندگیت ندارم که مثلا گفتی رفتی یه مدتی خود فروشی کردی که بتونی خرج دخترت رو بدی و هر کار دیگه ای کردی، کاری به اونا ندارم فعلا. فقط به این فکر بکن که با ادامه این خشم و کینه در وجودت میتونه تبدیل به بیماری غیر علاج از جمله سرطان بشه، که قابل علاج البته، خدا میتونه شفا بده، ولی اول باید ببخشی، هیچ چاره ای نداری. اگر تمام کشیشای دنیا جمع بشن متحدن برات دعا بکنن، جواب داده نمیشه. میدونی چرا؟ الان برات میخونم از رو آیه انجیل. عیسی مسیح خودش گفت، به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید. اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن، حالا میتونه کوه جسمانی باشه یا کوه روحانی، کوه بدهکاری، کوه بیکاری، کوه بیماری، کوه شرمندگی، یا هر مورد دیگه، هر چیز غیر قابل حرکتی که در زندگیت هست، فرق نمی کنه، تبدیل به یک کوه شده دیگه، نه؟ یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو، و شک و شبهه‌ای به در راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هرچه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید، یقین بدانید، آنچه را که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. حالا آیه کلیدی اینجاست، خوب گوش بدید. هر چی در دعا بطلبید خدا بهتون میده. بذارین دلینگ دلینگ رو خاموش کنم که صدای منو در نیاره. تا اینجای آیه میگه هر چی در دعا بخوای خدا بهت میده. شفا میخوای بدی، پول میخوای بهت میده، زن میخوای، شوهر میخوای، بچه میخوای بهت میده،
شغل جدید بهت میده، ویزای اقامت یا ویزای توریستی بتونی به یک کشور بهت میده، هر چی بخوای. یه بار دیگه گوش بده، یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، یقین بدون و شک نکن، بلکه ایمان داشته باشد که هرچه بگوید در دعا می شود برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچرا که در دعا طلب کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. نمیگه طلب کنید برید به دست بیارید، به شما داده خواهد شد. آیه بعد، وقتی برای دعا میستید اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. گناه خودفروشیت را ببخشه، گناه خشم و کینه را ببخشه، گناه هر گناه دیگه، ریاکاری، کلاهبرداری، دزدی، هر گناهی که کردیم. وقتی برای دعا میستید اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. در نتیجه به دعاتون جواب داده نمیشه. بنابراین عزیزم، اولین قدم برای شفا در زندگی شما، شفای سرطانت، شفای کجا نوشتم؟ گردن، کمر و چیزهای دیگه که در زندگی داری، اولین قدم اینه که اون دو نفر متجاوز، برادر و شوهر خواهرت رو ببخش. ببین، من حتی وقتی میگم ببخش، فکر میکنم اگر اونا الان جلوی من بودن خودم یه بلای سرشون میبردم. یعنی میتونم درک بکنم تا چه حد داری درد میکشی، زجر میکشی. راحت نیست، ولی در بخشش برکتی هست که در نفرت، کینه و انتقام جویی نیست. اگر دلت میخواد به این دعایی که من الان برات میخوام بکنم جواب داده بشه، شاید یکی دوتا خط تلفن بگیرم که فرصت داشته باشی با خودت فکر بکنی و اون برادر، اون شوهر خواهر رو ببخشی. و یه چیز دیگه، یادت میاد در یکی از تلفن‌های قبلی که امیر تلفن کرد که گفت در گذشته هم جنس باز بوده و هنوز گرایش داره؟ ببینید، من وقتی راجع به این مسائل حرف میزنم فقط خدا میدونه، منجمد میشم، ظلم میزنم، تصور میکنم چطور اینا میتونن این کارا رو بکنن. چطور؟ تا
تشویق شیطان، شهوت. الان برادر و شوهر خواهرت رو ببخش و مثل همون پیشنهادی که به امیر کردم به شما هم میکنم، برای برادرت و شوهر خواهرت یک نامه بنویس و براشون توضیح بده وقتی این کارو با شما کردن چه لطمه‌ای به شما زدن. طوری براشون بنویس که اونها رو تو موقعیت فکری خودت قرار بدی و بعد در پایان نامت براشون بنویس من تصمیم گرفتم شماها رو ببخشم، هرچند خیلی سخت بود. ولی به شماها توصیه میکنم به گناهانتون اعتراف بکنید، به مسیح انجیل ایمان بیارید و نترس از این که به اونا بگی به مسیح انجیل ایمان بیاری وای الان چه کار بلا چه بلایی به سرت میارن. نترس، اونها هستن که به خاطر جنایتی که بر علیه تو کردن دنبال سوراخ موش میگردن قایم بشن، اونها شرمنده و خجل هستن. ولی گمان میکنن شما بچه بودی نمیفهمیدی یادت رفته، بذار بدونن که بعد از 50 سال هنوز یادت هست. چطور میتونید شما مردم، چطور میتونید به یک بچه 5 ساله 8 ساله 10 ساله 12 ساله تجاوز بکنید؟ ببینید من میدونم محمد به عایشه 6 ساله تجاوز کرد، اینو میدونم، این روح شیطانیه که در اسلام هست و عادیه، عادیه، هر سوراخی پیدا کردی برو وارد شو. وقتی اون کسی رو که اینها پیغمبر میدونن، خاتم انبیا میدونن، با داشتن 15 تا زن باز هم رفت عایشه 6 ساله رو گرفت، این روح شهوت در اسلام هست. خودتون رو فریب ندید، با مکه رفتن و کربلا رفتن شما به خدا نزدیکتر نمیشی، به اون روح پلید نزدیکتر میشی، به روح محمد روح شیطان نزدیکتر میشید، به روح حسن و حسین و علی نزدیکتر میشید. قانونم که اون خانم از ایران تلفن کرد گفت قانونم برن جفتشون رو شلاق میزنن. جانم رو ایر هستید بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما عزیزم، از کجا تماس میگیرید؟ شیش حمید عزیزم، من فریده هستم از ویرجینیا تماس میگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید عزیزم. کشیش حمید عزیزم، من تماس گرفتم با خواهر خجسته، اسمم داده بودم نمیدونم تونستم به شما برسونم، چون من یه 7-8 ماهی دچار بیماری بودم نتونستم تماس بگیرم و خدا رو شکر 80% 90% بیماری من بهبود پیدا کرده، خدا رو شکر، جلال بر نام خداوندمون عیسی مسیح. بله عزیزم، من کشیش حمید خواستم یه دعای مخصوص کنیم برای پسرم سوهل جان که باهاشم صحبت کردم، الان دنبال یه شغل هستش و داره کلاسایی رو برمی داره
و باهاش صحبت کردم، گفتم ماما جان من به دلم آگاه هست و میرم کشیش حمید برات این مسئله دعا کنم، ولی باید تو قول بدی که در یکی خودتو به برنامه کشیش حمید برای گسترش جلال نام خداوند بدهی. قبول کردم و من با اجازه ایشون زنگ زدم به شما که براش در دعا باشین به طور خاص. خدا رو شکر برای وجودتون. بله، البته با بچه ها که صحبت میکنید همون بشارتی که میگید بهشون کافیه، ولی وقتی ده یک رو با بشارت قاطی میکنید ممکنه اونا فکر کنن که برای دعا کردن باید پول داد و در این اشتباه باقی میمونن. این نذارین این فکر در اونا به وجود بیاد. ولی کسی شمید اینا رو میدونه چون خب در کلیسا هستش، میاد مراجعه میکنه، ولی خب الان این مدتی به خاطر این بیماری من یه مقدار دور شد از این مسائل، ولی خب میدونه این که بشارت دادم که فرق میکنه با اینکه من بیام بهش بگم که شما کار جدید پیدا کردی، باید همت بکنی و کوشش بکنی برای کلام خداوند، برای جلال نام خداوند. آره ولی نگو که... آره اینا رو بهشون نگو عزیزم، اینا رو بهشون نگو، بذار کارشو پیدا بکنه، فقط راجع به کلام خدا بهش بگو. هیچ وقت نذار این ایده براش به وجود بیاد که باید پول بده براش دعا بشه، این درست نیست. اسم خودتون گفتید چی هست؟ فریده هستم. فریده از کجا؟ ویرجینیا عزیزم، کشش همید من قبلنم خیلی وقت پیش با شما صحبت کردم، ولی خب الان فراموش شده، امیدوارم که دوباره این ارتباط ها برقرار بشه. بله، اسم پسرتون دعا کنید. بله، چه نوع بیماری دارید شما؟ عزیزم من تقریبا 8-9 ماه پیش، ولی خدا رو شکر خداوندمون عیسی مسیح، متوجه شدم که با آزمایشاتی که انجام دادیم یک کانسر، البته در تیپ 2، اول تیپ 2، یعنی زود متوجه شدیم سرطان دهانه رحم بود. خدا رو شکر اول برای خداوندمون عیسی مسیح و خدا رو شکر برای دکترین که زود دست به کار شدن و من دچار مشکل آنچنانی نشدم و الان 80-90% من رو به بهبودی است. فقط یه تقریبا 3-4 جلسه با دکترای دیگه من کار دارم که خداوند شفای کامل بده به خاطر اون عوارضی که انجام دادیم، ولی خدا رو شکر حالم خیلی خوب است. کشیشم اوکی، گفتید که سرطان دهان یا سرطان دهن رحم؟ تقریبا اینجوری در مرحله اولیه تشخیص دادن، متوجه، چون من 3-4 تا دکتر میدونم. نه سوال من اینه که سرطان دهان گفتید گرفتید یا سرطان دهانه رحم؟ دهانه رحم. اوکی، بله اینجور تشخیص دادن. بله اوکی، ولی در مرحله دوم تازه وارد شده بودیم، مرحله حادی به اون شکل نبود که اذیت بشن، ولی خداوند به قلبم انداخت که باید دنبال این مسئله رو به صورت خیلی جدی بگیرم، چون در یک شرایطی بودم که خودم هم تست میدادم، ولی قبل از اینم 3-4 تا، ولی گفتن هیچ مشکلی ندارین. تا این آخری که ما رفتیم به وسیله یک دوستان عزیز ایمان دارم که مسئله رو جدی گرفتیم، گفتن همچین تشخیصی داده شده و ما دنبال درمانش بودیم و امیدوارم خداوند تمام عزیزانی رو که الان این مسئله خیلی شیوع پیدا کرده در این مسئله هستن، خداوند اونا شفا بده و شفای کامل خودش رو بده. آمین عزیزم. و پسرتون چه مشکلی دارن؟ پسرتون سهیل مشکلشون اینه الان کلاس به اصطلاح این آیتی کامپیوتر اینا دارن، دنبال شغل خوب میگردن، مشکل بیکاری دارن فعلا، مشکل آنچنانی ندارن، دنبال یه شغل خوب هستن، دنبال شغلی که خودش علاقه مند هست و رو این واقعا وقت گذاشته. اوکی، رابطهش با پدرش چطوره؟ عالی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. دیگه از اون اشتباهات گذشته فحاشی و این چیزا نجات پیدا کرده؟ آره آره آره، نه الان یادم افتاد، یکی دیگه بود. خدا رو شکر درسته، الان یادم اومد، دوتا رو تفاوت دوتا یادم اومد، مرسی.
بله پسرتون سهیل، بله نه یک موقعیت یک عزیز دیگه هست که پسرشون از بچگی به مادر فحش میده و دست روی مادرش بلند میکنه و به پدرش هم دائم فحش میده و یه مقدار موقعیتون اونا رو درست من اشتباه کردم. واقعا به اونم شفا بده خداوند، واقعا اون زبان با زبان اون صحبت کنه و تمام کسایی که این بدزبونی و این فحاشی رو داره خداوند از روشون برداره. ولی من خدای من عیسی مسیح رو شکر میکنم که چشم همین پسر من بسیار مؤدب، بسیار باکلاس، بسیار مهربان، بسیار مسئولیت شناس و اینا رو از خداوند میدونم. آمین. و هم احترام به من دارن و هم احترام به پدرشون دارن. آمین عزیزم، آمین، واقعا خدا رو شکر، مرسی از این همه اخبار خوب. و برای این در این 8 ماهی که به شما گفتن سرطان دهانه رحم دارید بهتر شده، بدتر شده یا همونطوری مونده ساکت؟ نه ساکت اصلا از ماه تقریبا سوم این در حالت یک لکه بینی بود و اینا، در ماه سوم کاملا برطرف شد. یعنی دکتر به من این امید و نوید داد و با پسرم صحبت کردن، چون پسرم خب انگلیسیش خیلی خوب هستش، اینا گفت ما این مثلا مرحله که مامان وارد دو شده بتونیم اونو به مرحله همون اولش برگردونیم، همون در ماه اول جواب داده میشه. اوکی. پس جواب داده شده، خدا رو شکر شفا پیدا کردین. بله بله، خیلی عزیزانم برای من اینجا در دعا بودم، خیلی واقعا میگفتیم مسئله ای نباشه، چیزی نباشه، چون من خیلی اهمیت نمیدادم. دو تا دکتر قبلی هم رفتم و اونا گفتن الان پرونده هاشو همشو دارم، سیویشو دارم و گفتن اینا نه مشکل چیزی نداریم. ولی من دیدم این مسئله داره تکرار میشه دیگه. با خانم عزیز ایمانداری صحبت کردم، گفت نه اینو جدی بگیر و دکترتو عوض کن و برو دنبال این مسئله، که خدا رو شکر خداوند ما رو هدایت کرد و رفتیم. مسئله هم بود همون در 3 ماه اول برطرف شد و من دیگه اون مشکل رو نداشتم. ولی به خاطر فرض و درمانی که انجام داده بودم یه سری این عوارض برای به اصطلاح استخوانای من به وجود اومد که الان اونام دارو مصرف میکنن، خیلی خیلی خوب بهتر شدم، یعنی 80% بهتر شدم. استخوانای من تقریبا نرمی پیدا کرده بودن و رو حاشیه کمرم هم به اصطلاح اثر گذاشته بود، در اثر پوکی استخوان مثلا به وجود اومده بود یه مقداری، نه اون صورت حال. ولی خب دکتر با من صحبت کرد که اینا از عوارضش هست، ولی اینا به یاری خداوندمون عیسی مسیح گفت اینا هم برطرف میشن. منظورش از این که عوارضش هست چیه؟ وقتی خب ما رو میفرستن برای اولین کاری که میکنن برای مثلا اون کانسر این هستش که چند جلسه مینویسن، واسه الان عزیزان میدونن اونایی که با این مسائل روبرو هستن. بله. ولی اونایی که نمیدونن بدونن که اینا رو میفرستن برای پرتو درمانی خارجی، پرتو درمانی داخلی هست و چند جلسه بستگی داره که چقدر بیماری تو حاد باشه، که مال من شیمی درمانی من حدود 3 جلسه شد. اوکی. و این عوارض از طریق پرتو درمانی هست، اگه سرچ کنید روی اینترنت این مسئله هم هست که عزیزان بدونن. این از نظر پرتو درمانی که میکنن، خب اینا کشش همه تمش با اشعه هستش، اینا رو اعضای بدن جای دیگه بدن هم اثر میذاره، در صورت که من اصلا کوچکترین مشکلی از نظر استخوانی یا از نظر عوارضی که الان بروز کرده نداشتم. okay. با دکترم صحبت کردم، با خود دکتر سرطان شناس گفتم این از عوارضشه و من سرچ کردم اینا رو ترجمه کردم به ایرانی و سایت ایرانی نگاه کردم، شوخی کرد برای من گفت زیاد اطلاعات نخون، زیاد معلوماتتو بالا نبر و اینا، بخواست یعنی من زیاد خودمو درگیر این فکر نکنم. ولی خب چه بخوای چه نخوای از عوارض پرتو درمانی اینا در بدن به وجود میاد، در بعضی ها خیلی شدیده، در بعضی ها خیلی کمتره. حالا من یه چیزی به شما میگم خواهرم و اون اینه که خیلی خیلی مهمه که شما مراقب کلماتی که از زبونت صادر میکنی باشی. خدا رو شکر که 8-9 ماه پیش سرطان دهانه رحم شما شفا پیدا کرد، برای اینکه اول صحبت به نظرم اومد که سرطان رحم دارید شما، ولی نه نه، اگه رحم بود که کلان رحم رو بیرون می آوردم. اینا
برنامه‌شون اینه، یعنی تشخیصشونه که کسی که خیلی حاد است و تقریبا این سلول سرطان گسترش پیدا کرده و تمام مثلا اعضای داخلی زنانه رو گرفته، اینا تنها راهش در این چه در ایران چه در اینجا، بله، تنها راهش می‌بینن که اون به اصطلاح رحم رو از خانم‌ها جدا کنن. اوکی. به این شکل، یعنی از نظر پزشکی. حالا من منظور شما رو دقیق نمی‌دونم که جواب بدم. منظورم اینه که البته شما اینطور به نظر نیمدید، من فکر کردم که منظورتون این بوده که تشخیص دادن سرطان بوده 8-9 ماه پیش و در اون مورد دعا میخواستید، که ظاهراً اشتباه شنیدم، برای اینکه عده گروهی از مردم هستن که حتی برای خودشون فکر میکنن به عنوان یک داستان هیجان انگیز هست که به زبون میارن، در حالی که اون چیزی که به زبون میارن اون بیماری رو میآفرینه در زندگیشون. برای همین گفتم خیلی مهمه مواظب باشید چه کلماتی به زبون میارید. برای خودتون پس خدا رو شکر سرطانتون شفا پیدا کرده. بله، آمین، خدا رو شکر، بله، هللویا، با قدرت خداوندمون عیسی مسیح، دعای عزیزان در کلیسا و خیلی جاها که برای من دعا کردن، چون واقعا من چیزی همین شوکه شده بودم، یعنی وقتی رفتم اون خانم دکتر به من گفت همچی علائمی به نظر میرسه و سریع منو فرستادن سی تی اسکن و اینجور چیزا، من گفتم واو. ولی همون وقت گفتم من همه چیزو به خانم دکتر گفتم، من خداوندم عیسی مسیحه، دکتر اعظم من، شفا دهنده عیسی مسیح و من هیچ حراسی ندارم. بله. اصلا دکتر مونده بود، میخوام دکتر وقتی منو فرستاد که برو انجام بده این سی تی اسکن و اینجور چیزا رو، من خیلی راحت پذیرفتم، با اینکه اون موقعش وقتی این کلمه رو به من گفت من حالت شوک شدم، چون من مرتب چکاپ میکردم و گفتم خدایا من در این سن 63 سال چرا این مسئله باید به وجود اومد خداوندا، و همه چیز رو به خیریت قبول کردم خدا رو شکر. بله، خدا رو شکر. چیزی در اون 2-3 ماه اول با پذیرفتن به اصطلاح پرتو درمانی و اون قوانین پزشکی، همه چیز که من چکاپ میکردم مرتب میرفتم، همه چیز خدا رو شکر در خداوندمون برطرف شد. فقط این عوارض اون به اصطلاح پرتو درمانی و اون 3 جلسه شیمی درمانی روی بدن من به اصطلاح عوارض رو گذاشت، یا هر کسی دیگه ای باشه، ولی میدونم در نام خداوندمون عیسی مسیح دکتر اعظم این مشکل منم که خیلی کوچیک بره در مرز در مقابل اون برطرف خواهد شد، همه چیز به حالت عادی برخواهد گشت، خدا رو شکر. آمین عزیزم. من میخوام فقط مطمئن بشم که همدیگر رو خوب متوجه میشیم که این سرطان شفا پیدا کرده، درست میشنوم؟ آمین، هللویا. تا حالا من دیگه علائم چیزی ازش ندیدم و در اون موردم اون برنامه پرتو درمانی من و اون 3 جلسه شیمی درمانی من تموم شد، یعنی الان در حدود 2 ماه از اون مسئله میگذره و من چیزی مشاهده نکردم نسبت به این تستا و این آزمایشاتی که انجام میدم. فقط میگم این عوارضی که از اون پرتو درمانی مونده یه مقدار کار منو به اصطلاح گیر داده با این پزشکان، که اینا هم گفتن یه مقدار زمان میبره و با پرستارا صحبت کردم، چون من با این مسئله روبرو نشده بودم و گفتن یه مقدار زمان میبره و باید این به اصطلاح عوارضی رو که الان به جا گذاشته دکترها وظیفه‌شون هست که اینو برطرف کنن و دنبالش رو بگیرن برای این مسئله، ولی خدا رو شکر اون مسئله کنسر اینای من الان چیزی من نمیبینم، خدا رو شکر، خدا رو شکر، من 2-3 ماه از اون مسئله میگذره، خدا رو شکر. خواهرم اینجا نوشتم تقاضای دعا برای پسرتون که به امید خداوند الان مدرسه آیتی رو تموم کرده. بله بله تموم کردم، الان چند تا کلاس های خصوصی برداشتم، تقریبا 10-12 ساعت در روز الان از منم دوره، کلاس برداشته میشینه میخونه، ویدیو نگاه میکنه، این برنامه هست، ولی خیلی این زمانی هم که من درگیر این مسئله بودم برای من وقت گذاشت، خداوند ازش راضی باشه، خداوند به زندگیش که میدونم دعای خیر ما پشت سرشه بهش برکت بده، زن خوب ایمانداری خداوند سر راش بده و خداوند به زندگی همه جوانا برکت بده. آمین، آمین عزیزم، آمین، به یاری خداوند.
بیاری ممکنه من نتونم دوباره بحثتون خواستم برای ایران و جوانای ایران مخصوصا در دعا باشین که خیلی الان اونجا شریر خوابیده بدجور اصلا این جوانا درگیر هستن. من باشون صحبت میکنم مشکلات متعدد هست و من تو فیسبوک و اینجور جا خیلی با اونا وقت میذاشتم و الانم وقت میذارم هر موقع حالم بهتر است باشون صحبت میکنم. خواستم برای عزیزانمون در ایران هم برای جوانا مخصوصا در دعا باشیم برای خداوند روح پاکش اونجا بده، اول بیداری بیاره برای اونجا، نجات در خداوندو، نه اینکه بگه خب کشور آزاد بشه یه رئیس جمهور دیگه بیاد. باید اینا بیداری روحانی بگیرن. آمین عزیزم، سپاسگزارم خواهرم، مرسی از تماستون، دعا میکنم مرتب برای ایران و ممنونم از تماسی که گرفتید، برای پسرتونم دعا میکنم خواهرم، خدا نگهدارتون باشه. منتظر جواب خداوند هستم، میدونم خداوند دعاهای ما رو میشنوه و به موقعش جواب میده. آمین. نهایت سپاسگزارم. کشیش حمید عزیز دوستتون داریم، خدا رو شکر برای وجودتون، خدا رو شکر. شکرم. آمین عزیزم. همچنین آمین عزیزم. شکر برای وجود شما. دستان خداوند باشه. خداوند برکت بده خادم محبوب خداوند. آمین عزیزم. برکت بده به شما. خدا نگهدارتون باشه. جانم روی هستید بفرمایید. تاش میکنم جانم عیزم مرسی عیزم. شما امید هستم بشتیدم دعا میخوندید قد شد؟ بله بله، نه دعا قد نشد، همچنان ادامه دادم و به پایان رسوندم. بله باستون آمین گفتم نیست و در تکرار برنامه رو شما میتونید ساعت 8:30 صبح به وقت ایران ببینید که دعا رو دو مرتبه از اول بتونید گوش بدید، ولی دعای خوبی بود و از با جون و دل براتون دعا کردم، ولی اون کارهایی که بهتون گفتم حتما انجام بدید، خیلی مهمه، به خصوص نامه نوشتن برای داییتون عزیزم. حتما که یه سمیده که بچه هایی که توی اینستاگرام هاشون گفته بودن خواب دیدن من بودم و من خوابم این بود، من چون که ترجیح خونی میکردم یه مدت با اینکه ایمان آورده بودم که چند پیش خیلی اعصابم خورد بود، خوابیده بودم، خواب دیدم که یه آقایی اومد تو خواب من و اسم من گفت خسته نشدی از بود ترسی تو بگیه ایسان که این بود تایی دورو بین و من وقتی که خواب پریدم نفهمیدم چی شد. آها. نشستم دعا خوندم انجیل خوندم تا فهمیدم خدا اومده به من گفت که دست کن دقیقا همینطوره و زنجیر زدن و سینه زدن و غم زدن اینا تمام بت پرستیه و شما تعزیه میخوندی گفتی چیکار میکردی؟ من داشتم تعزیه میخوندم، بعد تعزیه اینا یه دو ماه بعدش بود، اینا خیلی از ما خود بود سن اینکه بچه هایی میگفتم یه تعزیه و من شب که خوابیدم این خواب دیدم. تعزیه برای اینکه مطمئن بشم درست به یادم میاد همونیه که مثلا میمدن در نقش مثلا امام حسین و حسن و اینا. آها اوکی. اون وقت شما مثلا از طرف اونا صحبت چیکار میکردی؟ شغلت چی بود؟ من اونجا کسایی که مخالف بودن با حسین اینا رو میخوندم. آها اوکی، که خدا گفت از این بت پرستی دست بردار. ها بله حالا دست برداشتی دیگه به طور کامل؟ نه بله خدا رو شکر، خدا به این خوبی دارم در اسمم بت پرستی کنم. آها خدا رو شکر. ببین این صحبتایی که امروز کردی خیلی مهم بود و دعایی که برات کردم بچسب و ولش نکن، برای اینکه خداوند نجاتت داده، خدا نجاتت داده و اون نامه رو حتما برای داییت بنویس. حتما
کرد حتما. مرسی. بخواهر خودیستان در ارتباط هم همیشه. بله. بخواهر خودیستان خیلی راهنمایی میکنه. خدا رو شکر عزیز جان. مرسی از تماست برادرم. خدا نگهدارت. همین از کسی فهمید. خدا نگهدارت. آب لازم. آب لازم. آب لازم. ای خداوند بزرگ من شکرت. چقدر امروز خوشحال شدم از یکی دو تا از همه تلفن‌ها خوشحال شدم. ولی یه لحظه گوشی. جانم بفرمایید ویر هستید، از کجا تماس میگیرید؟ سلام، با کشیشتی بخواستم صحبت کنم. خودم هستم عزیزم، از کجا تماس میگیرید؟ سلام، از اصفهان تماس میگیرم. از کجا؟ از اصفهان. اصفهان، بفرمایید خواهش می‌کنم. تصویر و صدا چطوره؟ صداتون هم متوقع وقت میشه، یه مقدارش میفهمین یه مقدارش نمیفهمین، ولی تصویر تو خوبه. تصویر خوبه. از عزیزان دیگه خواهش، من فکر میکردم صدا حل شده، مشکل صدا، ولی ممنون میشم. بله ممنون میشم از دیگران، عزیزان دیگه. بله از عزیزان دیگه خواهش میکنم بعد از این تلفن تماس بگیرید، از صدا برای من بگید. بفهمی خواهش میکنم. اوکی باشه عزیزم، اسم شما رو اصلا قربونت برم، حتما این کار برام بکن. اصلا من نه الان پوران چیه؟ اصلا پوران چیه؟ الان اینجا اسم شما رو میذارم سامانتا. باشه اشکال نداره، چه میخوای بده؟ گذاشتم سامانتا دیگه از سامانتا بهتر نمیدونم چی بگم دیگه. دوست داری سامانتا؟ اشکال نداره. اوکی. عزیزم. بگو عزیزم، بگو سامانتا جان چی میخوای دختره؟ خونم کوچیکه جان، تومن میخرندش. باید گفتم تو میدونی که مریضم هستم، داغونم، میخوام جا به جا بشم. میتونم جا به جا بشم؟ پشیمونی برام نداره؟ خونتون گفتین 70-80 تا بیشتر نمیارزه؟ نه کوچیکه خونه. اوکی. یه نفرم گفتم به شوهرم و پسرم فوت کردم، خودم بله. خونه. بله یادم میاد با هم صحبت کردیم چند بار. بله و... من با هم صحبت کردیم. من در یک من الان سه برجه که پیوستم به مسیح تهیه کنم گذاشتم کنار. ایشالله بیای ایران بدم به خودت. نه کنار بذار، نه میام ایران که دهیه که شما رو بگیرم. معطلش نکن، همین الان ببر بده به کلیسای منطقه یا پست کن به یه کلیسایی که نه بلدم پست کنم قربونت برم، نه اینجا کلیسا هست، فقط تا بخوای مسجد هست. اوکی یه فکری میکنیم براش، نگران نباش، پسرتون حالش چطوره؟ درد نکنه. خواهش... چی کار کنم؟ میتونم جلو جلو بشم خوبه برام یا نه؟ باید ببین خواهرم، دعا بکن. چیزی که من در مسیحیت نمیخوام کسی خدای نکرده بهش فکر بکنه، مسئله استخاره هست که در مسیحیت نداریم استخاره. نه از نیت دل خودتو. آره، از نیت دل خودم باید در موردش دعا بکنم و یه مقدار با خودتون بیشتر صحبت بکنم، اون موقع بهتر میتونم با هدایت روح خداوند جوابتون رو بدم. باشه عزیزم. اوکی من دعا یه چیز دیگه کشیشمید جانم. ما یه آشنا داشتیم، زنه که میره بیرون شوهرش میره پیش خواهر زنش، میخواستم بینم گناه نداره؟
اصلا سوال نداره، حتما گناهه. زنه میرفت بیرون، شوهره میرفت پیش خواهر زنش، شوهره میرفت پیش شوهر خواهرش. اوکی من پیش گفتم گناه داره، گفت که من نماز میخونم توبه کردم خدا منو میبخشه. آه اوکی، یعنی هر قدر میخوایی میکنی بعد خدا ببخشیده. بله، ایشون به قدرت نماز میخواد خدا ببخشتش، نمیبخشتش. نماز بله. نماز گناه کسی رو نمیبخشه، بهتون اطمینان میدم. ببین، حتی اگر گناه بخشیده بشه، بابا محمد خودش در قرآن سوره مریم آیه 71 جهنم رو تضمین کرده. چرا خودتون رو گول میزنی؟ این خانوم منتظره که خواهرش از خونه بره بیرون که بره پیش شوهر خواهرش بخوابه. چند بارم رفته پیشش. اون وقت شما بهش گفتی که این کار نکن، گناه. اون گفت نه من نماز میخونم، توبه میکنم، اشکالی نداره. آره. عجب. اوکی باشه، همچنان ادامه بده، باهاش صحبت کن، بگو عزیزم گناه تو، بهش بگو با من صحبت کردی. شرخرش مون، شرخرش پوت کرده، ادامه ندادی کارو دیگه، تموم شد. این جریان چند سال پیشه؟ تقریبا 20 سال، 25 سال پیشه. آه اوکی، من فکر کردم شاید الان یه نفر در همسایگی شما دوتا خواهر هستن که این اتفاق داره براشون میفته. نه، گفتم اینو سوال کنم اینم جوابش چیه. این اتفاق برای خود شما نیفتاد سامانتا جان؟ نه عزیزم، نه. مطمئنی؟ آره. هیچ وقت در زندگی گناه نکردی؟ از این گناه ها نکردی؟ خدا نه، خدا نکنه. من پیش خدا حضرت عیسی مسیح روم سفیده. اوکی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. نه اصلا، هیچ وقت برای من که میرفت بیابون دو ماست ما تو بیابون ها بود تا پشت پچه خیلی میکردم نه، منظورم به دوران جوانتریتون هست، اون موقعی که نه دیگه... اون موقع جوان بودم، حالا که دیگه پیر شدم مراد شده. نه شکر خدا، دوست دفید پیش خدا، خدا رو شکر رئیس، خدا رو روز نیاره واقعا. مرسی عزیزم، ممنونم از تماستون خواهرم. سوال دیگه نداری سامانتای عزیز؟ خواهش میکنم. الهی زنده باشی، به خدا همینطور دعا میکنم، نگات که میکنم. ولی الهی به حق خدا همیشه تنت سالم بذاری، زنده باشی و ما از صحبتت لذت ببری. آمین عزیزم، مرسی از تماستون خواهرم. سامانتای عزیز، ممنونم از تلفونت. حالا هر دست نسیم جواب هم از صحبت که میکنم میشینم با برنامه جواب ما بدید. دعا کردم چشم، اگر دعا بکنم با کمال می. مرسی، ممنون. مرسی از تماستون خواهرم. خدا نگه دارم، خیر باشی همیشه. همیشه هستم خواهرم، خدا با من عزیز جان. مرسی از تماستون، خدا نگه دار. جانم از کجا تماس میگیرید و صدا چطوره؟ صدا و تصویر چطوره؟ آخه سال دور چیزی شمید شاهینم، یه ساعت زنبیل گذاشتم پشت خط خدا. آخه نازی، صدا چطوره؟ عالی. اوکی، پس این سامانتا نمیدونم چه مشکلی داره با تلویزیونش تفلک. خدا لر محابره میبینه اون جایی که هستم. آه ممکنه یا پروژیکتر و اینا.
اوکی. چیزی شما میگه عزیزم مدرن شدم. جان. اینکه بگم چای این استا رو خیلی دوست دارم. عاشقشونم. بعد راجع به این خانومی که آمنه جان زنگ زدن گفتن. آها. و امیر عزیز. بله بله. می‌خواستم یه مثال از کلام خداوند بگم. اوکی. که بگم خدمتتون. اوکی. چه هستش تو کلام که یه مثالی هستش میگه نزد یک پادشاه کسی رو آوردن که 10 سکه در رابطه با بخشش، البته این مثال. بله. آوردن پیش پادشاه که 10 سکه به پادشاه بدهکار بود. آها. خلاصه با التماس و ازوجز و به قول خودمون پادشاه بخشیدش و رفت. فردا همین طرف یه نفر دیگر رو آورد پیش پادشاه و ازش شکایت کرد. پادشاه گفت چی شده؟ همین بابایی رو که بخشیده بود گفتش که این 1 سکه به من بدهکار نمیده، آوردم پیش شما. حالا من به زبان خودمون دارم میگم. بله بله. آوردم که پیش شما که مجازاتش کنید. آها. پادشاه دستور داد که اون مرد آزاد شد و این آقای شاکی رو ببرن زندان و تمام بدهکاریشو بده. بله و تمام بدهکاریش هم بده. پادشاه گفت تمام بدهکاریش حالا باید بده. آره که من نبخشیده. گفت چرا من شاکیم و اینا. پادشاه گفت من 10 سکه از تو طلب داشتم بخشیدم، ولی تو 1 سکه رو نبخشیدی. میخوام خدمت این خانم محترم که حالا اگر پشت تلویزیون امیر جان هرکی هست این مثال رو زدم که بدونم اگر این کوچیکترین چیز رو، مثلا البته من نمیتونم خودم بذارم جای ایشون، چون شاید من اگه بودم هم برام سخت بود بخشش، ولی خب این مثال به دلم افتاد دیگه. گفتم خدمتتون عرض کنم. مرسی. اینا ببخشن خدا 10 برابر میبخشه، 100 برابر میبخشه. بله. مرسی عزیزم. خیلی بتونم اثر بدم. ممنونم از دوتت. مرسی از تماست برادر. بله این خیلی هستن تماس میگیرن با من که در بچگی بهشون تجاوز شده. ولی شوهر خواهر، دایی، برادر، اون فکر میکنم خواهرم بود از رشت تلفن کرد که در ایران اگر کسی بره شکایت بکنه یکی به من تجاوز کرده، جفتشون رو شلاق میزنن. من هنوز منتظرم یه نفر دیگه تلفن کنه این مسئله رو تایید بکنه، برای که هنوز نمیتونم باور کنم. چطور ممکنه در دبستان یا دبیرستان یک معلم به بچه، به شاگردش تجاوز بکنه بعد جفتشون رو تازیانه بزنن، یا استاد دانشگاه با دانشجوش رابطه برقرار بکنه؟ انگار نه انگار. خیلی خیلی قاراش می شده ایران. از برکت این تعالیم اسلام نمیدونم. من بعضی موقع ها بعضی چیزها رو وقتی مردم واسه من تعریف میکنن باور بکنید، اولش فکر میکنم یا دارن مبالغه میکنن یا نمیدونن چی میگن، ولی وقتی از چند جای مختلف میشنوم چه اتفاقایی داره میفته، خیلی تعجب میکنم چقدر خدا نشناسی ایران گرفته، چقدر مردم دروغ میگن، چقدر سر همدیگر رو کلاه میذارن، چقدر مال همدیگر رو میخورن، چقدر جنایات دیگه مثل همین تجاوز به بچه انجام میدن. بابا این قانون کجاست؟ فقط دنبال اینه بره مسیحی ها رو بگیره که چرا جمع شدن دور هم دعا میکنن؟
امیدوارم نمیدونم لااقل استانهای مختلف هر کدوم استاندار دارن دیگه، نه فرماندار دارن، نمیدونم فرق استاندار با فرماندار نمیدونم چیه، یادم رفته ببخشید، ولی به هر حال یه مقام های حالا همه تصمیم های ایرانه که اون خامنه یا رحمانی نمیگیره که، یه تصمیم هایی هم بالاخره شهردار میگیره، رئیس پلیس میگیره، یا نمیدونم قانونگذارای ایالت استانهای مختلف میگیرن. بابا یه قانون بذارید بر علیه تجاوز، نمیدونم اونم خامنه ای باید تصمیم بگیره که در نتیجه یه تجاوز هر دو شلاق بخورن و برن زندان، من نمیدونم. ای خدای من، ای خدای من، ای خدای من، ای خدای من، ایران رو نجات بده. یه خود به قلبم فشار اومد، یه خود احساس میکنم گرفت گرفت قلبم، انقدر بی‌عدالتی در ایران، نمیدونم نمیدونم. ببخشید تلفن داشت زنگ میزد. تا این درجه کسی که بهش تجاوز شده میره شکایت میکنه شلاقش میزنن. اوکی، چرا؟ یعنی اگر یه بچه 5 ساله 6 ساله 8 ساله 10 ساله بره خونه به مامانش به باباش بگه که آره مثلا امروز معلمم این کارو با من کرد، یا دایم این کارو با من کرد، یا بابا بزرگم این کارو با من کرد، یا عمم این کارو با من کرد، و اون مادر یا پدر برن شکایت بکنن از دست اون شخص، بچه‌رم تازیانه میزنن میندازن زندان، یا میگن عیبی نداره عادت میکنی. نمیتونم چی می آخه یه بچه 10 ساله رو میندازن زندان چون بهش تجاوز شده، تازیانه میزنن میندازنش زندان. امیدوارم این خواهرمون اشتباه کرده باشه. منتظرم یه نفر که اطلاعات در این زمینه داره زنگ بزنه. جانم عزیزم، شیشم جون، درود دوباره جانم. خواستم اصلاح بچه رو تازیانه نمیزنن. قانون این کشور اینجوریه که اگر زن باشه تازیانش میزنن، ولی مرد باشه نه. اگر زن شوهردار باشه سنگسار میکنن، ولی اون مردی که زنا کرده با این زن فقط حبس میگیره و جریمه باید بده. فقط در رابطه با زن اینجوریه. متوجه نشم اگر... یه بار دیگه لطفا بگو. اگه مثلا اگه یه بچه بهش تجاوز بشه بره شکایت بکنه چی میشه؟ خب به شکایتش رسیدگی میشه. البته اگر اون زناکار کسی از افراد دولت مثل سعید طوسی و نمیدونم اینجور کسا نباشن، به شکایتش رسیدگی میشه. فقط اگر زن باشه، یعنی انقدر زنا رو خار توی اسلام میشمارن، اگر زن باشه اون زن هم تازیانه میخوره. زنی که بهش تجاوز شده تازیانه میخوره؟ بله 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 بله. ولی اگر کودک باشه، پسر باشه و اینا، البته پسر هم اگه باشه فکر میکنم این چون عذرخواهی میکنم رابطه همجنسگرایی، اونم آره تازیانه میخوره. پسری که بهش تجاوز شده اونم تازیانه میخوره؟ نه نه، تجاوز شده نه. نه من دارم راجع به تجاوز صحبت میکنم. اگر یه مردی به یه بچه تجاوز بکنه، یا یه زن بزرگسال به یه بچه تجاوز بکنه، یا
اصلا یه مرد به یه زن تجاوز بکنه، زنی که تو خیابون داره راه میره یه مرتبه میگیرن یه بلای سرش میارن تجاوز بهش میکنن، اون زن اگر بره شکایت بکنه خودشو شلاق میزنه؟ ببینید آره، یا شلاقش نمیزنن ولی جرمش اینه، البته شلاق هم میزنن اگر همینجوری خودش بره و اگر در به قول معروف این حالتی که شما میگید بگیرن این خانومو مثلا واقعا مورد تجاوز قرار گرفته شده باشه، همین تو خیابون داشته رد میشده، خب نه اونا رو چیز میکنن. ولی اگر نه یکی یه خانومی بره خودش واسه شکایت بگه که به من مثلا تجاوز کردن، آره اون خانومم مجرم حساب میکنم. فقط در رابطه با خانوما این قضیه هست. ببینم شما شماره یه کلانتری پاسگاه چیزی داری؟ من همین الان زنگ بزنم به کلانتری سوال کنم رو برنامه. همین الان هم براتون میفرستم. مرسی عزیزم، مرسی. از یه مقام نظامی بپرسیم، پلیس، مقام امنیتی، نمیدونم، کنجکاوم. اصلا کسی تا حالا شکایت کرده به کلانتری، به نمیدونم به کجا شکایت، به پاسدار شکایت میکنن، به کمیته شکایت میکنن، به کلانتری به کجا شکایت میکنن چنین چیزایی رو؟ تا حالا سابقه داشته کسی بره شکایت بکنه آقا این به بچه من تجاوز کرده؟ و وقتی که شکایت میکنن چه کار میکنن باش؟ الو جانم. سلام شمی. سلام عزیزم، از کجا تماس میگیری؟ از تهران. مرسی عزیز. ایران تماس میگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. چه خبر؟ سلامتی که شمی. من زنگ زدم تایید کنم این صحبتی که در مورد تجاوز و اینا بود، چون من خودم به چشم خودم دیدم این موردی رو. که چی شد؟ من به خاطر یک مشکلی که برام پیش اومده بود، چند ماه زندان بودم خودم. بعد یه خانم را بودم در زندان که 6 ماه هم زندان بود ایشون. گفتش که من دوتا از دوسته شوهرم اومدن خونه به من تجاوز کردن و شوهرم گفت باید بریم شکایت کنیم از دست اینا. من خانم های گرفته بودن انداخته بودن زندان، 8 تا زده چند ماه هر تام بهش خده بودن، بعد چند ماه آزادش کردن من به خدا رو خود چون رابطه این نامرش رو برش کرده بودن، در حالی که با شوهر خودش رفته بوده شکایت کرده بوده؟ بله بله، با شوهر خودش رفته بوده شکایت کرده بوده. عجب خر تو خریه اونجا. خیلی افتضاح هستن که شیشنی. یعنی اگه برای یک بچه هم همچین اتفاقی بیفته اصلا خود بادش نمیان پیگیری کنه، چون واقعا این چطور رسیدگی رو میکنه. عجب. اون وقت اگر مثلا یه نفر به یه خانومی تجاوز بکنه چی؟ زنه بره شکایت بکنه که این مرد به من تجاوز کرده؟ اینجوری شو من در دریان نیستم، چون این دوتا آقایی که به این خانوم تجاوز کرده بودن فراری بودن دوتایشون، نمیدونم برای اونا چه حکمی در نظر میگیرن. اوکی، این دوتا آقا به این خانوم تجاوز کردن، این خانوم با شوهرش رفت کجا رفت شکایت کرد؟ کلانتری یا پاسگاه؟ کلانتری. اوکی، فرق کلانتری و پاسگاه چی؟ پاسگاه از اوناست که گوشه خیابون مثلا یه چیزی میذارن یه نفر توش وایسه، نه؟ بله، که چیزی قبلا پاسگاه بودم و الان کلانتری دیگه، من پاسگاه نمیدونم منظور چیه، الان میگن کلانتری. اوکی باشه، مرسی عزیز جان، ممنونم از تماس. مرسی عزیز جان، ممنونم. ای بابا، الو جانم رو ار هستی؟ سلام عزیز جان، بگو ببینم چی شد. عزیز جان من شارژم تموم شد، دوباره شارژ کردم، یادداشت کنید. گوشی خدمتت باشه عزیزم. باشه. بگو بعدا. 34. آها. 50. آها. 10-2-0. یعنی 1000 آخرش دیگه، نه؟ بله بله، الان زنگ زدم 118 گرفتم.
کشیش امید، ولی کلان تری این موقع هم از افسر کشیک چون دارن نمیدونم بتونن درست پاسختون رو بدن. شما 110 هم میتونید تماس بگیرید، ولی 110 امرجنسی اورژانس، اونا نمیتونن، فکر نمی کنم بتونن زیاد حرف بزنن به این چیزا برسن. نه اوکی. نه آخه چون کلان تری هم چون مجریه، مثلا موضوع قانون میشه. اوکی. وقت این شماره که الان شما به من دادی، این در تهران یا شهرستانه؟ این شماره کرجه. کرجه. کلانتری کرج؟ بله، 32 حصارک. حالا دیگه من فکر کنم آدرسم هم کم کم بدم روی خط. اوکی. این کد ایران که 98. اوکی، باشه، چشم، مرسی. بله، کد ایران 98، اونم 34 50 10. مرسی عزیزم، ممنونم. الو جانم. شما بیه وارد شده در شبکه موجود نمی باشن. چرا بابا؟ ولی فکر میکنم شاهین جان شماره رو اشتباه داده باشی، برای اینکه اریا کد کرج نمیدونم 34 یا بعد اریا کد هم به من میدادی، نمیدونم. الو جانم. جانم عزیزم، درود بر شما کسی شمید. درود عزیز جان، بفرمایید، خواهش میکنم. کسی شمید، داشتیم درباره این مسائل ایران و این صحبت های خانمی که بود اومدن رو خط، ایشون کاملا درست میگن، ولی ما چیزی که قبلا مشاهده میکردیم وضع ایران کسی شمید خیلی فرتوخره، یعنی نه قانونی داره نه وضعیتی داره، و اگه چنین مسئله هم برای کسی یا پسر بچه یا دختر بچه به وجود بیاد، اینا برن شکایت بکنن، یارو که نمیره، حالا یا به دلایل یا میگن آبرو و اینجور چیزا، دنبال این مسائل رو خیلی سخت نمیگیرن. اگرم احیانا حالا یکی متعصب باشه و دنبال این ماجرا رو بگیره، هیچی توش در نمیاد به اون صورت. حالا اگه در ساعتهایی باشه که به اصطلاح دادگاه و کلانتری و دادگستری تعطیل باشه، طرف زنگ میزنه مثلا 110 یا بلند میشه میره کلانتری محل جایی که نزدیکه، یه شکایتی عنوان میکنه و میسپارنش، میگن فردا برو دادگاه شکایت کن، مثلا برو دنبال این مسئله رو بگیر. بره دادگاه شکایت بکنه؟ اگه در ساعت، بله اگه در ساعت روز باشه، ساعت عادی باشه که طرف باید بلند شه، ولی اول مراجعه میکنن به کلانتری محل، کلانتری محل صورت جلسه میکنه و میگن ببرین به اصطلاح دادگستری کل. اونجا که ببرن اینقدر اینا رو میتابونن، میبرن، میارن، خیلی خیلی همش، یا طرف پول، اگه پولدار باشه یا طرف یکی رو پیدا میکنه میاد یه پولی میکنه تو جیب یارو، دنبال این قضیه ول میشه. این من چیزایی بوده که تقریبا در 11 سال پیش به جرئت میتونم قسم بخورم که همچین چیزای اتفاق افتاده. الان هم که من با ایران در تماس هستم و میدونم رو فیسبوک اینا، این جریانات یه چیزایی هستش که چی شمید که پیگیریش فایده ای نداره جز اتلاف وقته، نه قانونی وجود داره نه چیزی. اگرم در مورد این که مثلا خانمی مثلا بهش خیانت شده، تجاوز شده، اینجور چیزی بخواد بره، اول که مسئله آبرو و شوهر و اینجور چیزا رو در میاره، حالا اگه شوهرش آدم خوبی باشه باش کنار بیاد، خب میگن تو هم به اصطلاح خطاکاری، چرا رفتی با این آقا، یا چرا باش خوابیدی، یا چرا همچی شرایطی بوده، 80 ضربه شلاق برای اون میزن، غیر از آبروزی هایی که میمونه. بعد هیچی اون طرف هم و آقا هم میگن خب بله بله. اوکی. مرسی عزیزم، ممنونم، مرسی. Lines are temporarily busy.
شاهین جان این شماره‌ای که دادید شاید شماره کلانتری همون 3450 و 1000 باشه، ولی ایریا کد کرج هم باید داشته باشن. ارو جانم چشم جان، کد کرج 026. مرسی عزیزم، الان باید درست بشه. ممنونم. الو اینجا کلانتری عزیزم، میتونم با افسر نگهبان صحبت کنم؟ شما؟ من اسمم حمیده. کارتون چیه؟ من کارم میخوام با افسر نگهبان صحبت کنم اگر شما اجازه بدید. من میخوام از ایشون یه سوالی بکنم، اجازه میدید از ایشون یه سوال بکنم؟ من سرشون شلوغه. اوکی، سوال من اینه که اگر یه نفر به دختر 8 ساله یه نفر تجاوز بکنه و اون خانواده بیان پیش شما در کلانتری شکایت بکنن، قطع کردی رو من؟ الو امیدوارم قطع نکرده باشه این بابا. کلانتری بست. بابا یه سوال میخوام بکنم. من سعی میکنم باشون تماس بگیرم دوباره، ولی لطف کنید اونایی که دارید این برنامه رو میبینید یه نوت بندازید تو اون کلانتری، بگید لطفاً ساعت 8:30 صبح به وقت ایران تکرار این برنامه رو ببینن. اینجوری میخوان به شکایت مردم رسیدگی بکنن؟ باورم نمیشه. یه بار دیگه امتحان میکنم. عزیز جان من الان با شما تماس گرفتم، تلفنم قطع شد، نمیدونم از طرف من بود یا از طرف شما. میتونم سوالمو از شما بپرسم؟ بفرمایید. اگر اول میتونم بپرسم شما چه درجه ای دارید اونجا؟ کار من اینه که میخوام بدونم با کی اول دارم صحبت میکنم. آخه شما گوشی رو ور میداری میگی من گروهبان فلانی هستم، استوار هستم، صدفان هستم، من با کی دارم حرف میزنم؟ کلانتری اینجا بگو کار چیه من میگم. اوکی من سوالم اینه، اگر به یه دختر 8 ساله تجاوز شده باشه و پدر یا مادر این خانواده بیاد به کلانتری شما شکایت بکنه، شما چه عکس العملی نشون میدی؟ شکایت کردی؟ نه، تو از باستان میگه آنسو بگم.
الو جانم. افسر نگهبان سر شروع. حالا که من سوالمو مطرح کردم میتونم بپرسم شما چه مقامی اونجا دارید؟ سرباز. سرباز عزیز، خدا رو شکر برای وجودت و برای خدمتت به مملکتمون، برای اینکه اشتباهی رخ نده و سوء تفاهمی به وجود نیاد، من خودم رو معرفی میکنم. کشیش حمید هستم از تلویزیون پیام آرامش از آمریکا خدمتتون تلفن میکنم و صحبت بر این بود که اگر به یک بچه در ایران تجاوز بشه و پدر و مادرش برن به کلانتری شکایت بکنن، هم اون کسی که بهش تجاوز شده کتک میخوره، شلاق و تازیانه میخوره، هم تجاوز کننده. این صحت داره یا نه؟ یا شما خبر نده؟ من نمیدونم اونجا من چی بگم به تو. مرسی عزیزم. من سرباز آسان نگهبانم بدونه اون میدونه. فدات بشم عزیزم. مرسی که لطف کردی، جواب دادی. اگر دوست داشتی میتونی اگر چرا میترسن با آدم حرف بزنه؟ نمیدونم، شماره تلفنت یه جایی رو بدین که یارو بتونه حرف بزنه. شماره تلفن وزارت اطلاعات رو بدین. نمیدونم این مسئله به اونا مربوط میشه. کمیته پاسداران رو بدین. آخه اونجا با آدم با کی حرف بزنه؟ من نمیدونم. فرض کنید من یک خارجی اومدم با خانوادم ایران، یه اتفاقی میفته، با کی من باید حرف بزنم این وسط؟ الو جانم. بله، خسته نباشید کشیشم. مرسی عزیزم. من زنگ زدم یه شماره دیگه بهتون بدم، یه کلانتری دیگه. بفرمایید. خواهش میکنه. 880 تهرانه. بله. اوکی. 880 75 570. بله بله. الان تایی شهرک قرد. اوکی. 570 یعنی 570، درسته؟ بله درسته. من تهران یعنی کد 21 هم باید بگیرم نه؟ بله کدش 21. این کلانتری شهرک غربه؟ بله کلانتری شهرک غرب. اوکی عزیزم، مرسی. الو جانم. الو الو جانم عزیزم. درود کشی جمعید بنویس 22-71-20-28. این کجاست؟ اینو بچه ها تو این استگرام تو لایف زدن، مال تجریش مثلا. اینکه اوکی، همون کد 22 گفتی؟ کدش چنده؟ بله کدش شهر جان؟ 021. بعد شمارش چنده؟ 22-71-20-28 گویا اینجوری که تو این استا زدم. اوکی 22-71-20-28. اوکی بله. حالا یه نگاه به این استا هم کنید، بچه همینجوری دارن شماره رو میدن. اوکی مرسی عزیزم، ممنونم. ممنون، خدا نگهدار. اوکی این هست کلانتری تجریش. آره همینی که الان شاهین داد. اوکی بذار اول شهرک غرب رو بزنم. این تجریش که فکر میکنم میدونم کجاست، همون سر پل تجریش و این چیزاست دیگه نه؟ یا یه شهر جدیده نمیدونم. شهرک غرب فقط نمیدونم کجاست. بچه های اینستاگرام کسی میدونه شهرک غرب کجاست؟ کدوم منطقه ایرانه؟ کدوم منطقه تهرانه؟ تا بنویسن ما این شماره رو میگیریم ببینیم چی میشه.
کلانتری شهرک غربه. اوکی این یکی یادم رفت گفتن کجاست، 2028 مال کجا بود؟ اینی که الان شاهین تلفن کرد شمارهشو ننوشتم، بذار ببینم. الو جانم. جانم درود بر شما عزیزم. میدونی چرا جواب شما رو نمیدم در میرم همشون؟ ها اسلام در خطره، اینا دیگه میفهمن. آخه اوکی مرسی عزیزم. من به اسلام کاری ندارم، من تلفن کردم به یک، تا اونجا که من میدونم تلفن کردم به کلانتری، کلانتری کرج بود اول، که یه سرباز تفلک گوشی رو برداشت، بعدم شنیدم به افسر نگهبان گفت بیا گوشی رو بردار با تو کار دارن، یارو مثلا انگار نه انگار گفت برو بگو سرم شلوغه. تکرار این برنامه رو صبح ببینیم، 8:30 صبح به وقت تهران یا به وقت ایران، به شماره شهرک غرب زنگ زدم، 880-75-570، کسی بر نداشت. حالا زنگ میزنیم به شماره کلانتری تجریش. خدا این شماره هم شاهین جان ظاهرن اشتباس، برای اینکه میگه lines are temporary busy، یعنی خطوط موقتا اشغال، وقتی این پیام میده یعنی اینکه شماره اشتباس. حالا ببینم اینجا. الو جانم. سلام کشش همین، شما خوبه؟ شبتون بخیر. روز شما، شب شما بخیر. از کجا تماس میگیرید عزیزم؟ من از تهران تماس میگیرم، هاکوب هم اگرتون باشه. اسمتون؟ هاکوب. هاکوب، اوکی عزیزم بفرمایید، خواهش میکنم. بله کشش همین، چند شما تلفنی کلانتری هست، هر کدومی که میخواییم از بالای شهر براتون بخونم، شما بنویسید تماس بگیرید. اوکی، اونی که از همه بزرگتره و مثلا سرشون شلوغتره و نزدیک به مراکز مهم شهر هست؟ بله همون آقای کشمید، تجریش، پاسداران و گاندی از هم معتبرترن. پاسداران و تجریش همینیست که آخرش 2028 خودم نوشتم اونجا. بله بله. آها ولی الان زدم میگه شماره اشتباهه، 2271-2028. بله کد تهرانم 21ه، من گرفتم. یکی دیگه هم داره. بگو. 271-10-13. چند بگوی دوباره؟ 2271. بله. 10-10-13. 10-13. اوکی عزیز. شماره دیگه تجریش بود. اوکی عزیز. این قضیه مثلا تجاوز این چیزا احتمال نمیدونم به کی به کلانتری مربوط میشه، به پاسداران. آقای کشیشم فکر کنم به دادگاه مربوط نه میشه. نه 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 آدم نه بابا جان، اول باید یه مقام مقام پلیس اول باید گزارش تهیه بکنه بده به دست بله بده به دست دادستان، دادستان تشخیص میده که این باید بره دادگاه. آدم خود مردم که رو کنه میشن همینجوری برن دادگاه. اوکی درسته. من الان کلانتری اول. بله مرسی عزیزم، الان تلفن میکنم. باشه چشم. Thank you.
تجریش که از همه بزرگتره. نمیدونم مردم مشکل دارن به کی زنگ میزنن. اون یه دونم که جواب داد طفل معصوم، دلم هم سوخت براش. اون طفلک یه سرباز چیکار بکشتن اونجا؟ آخه سرباز تو اداره پلیس چیکار میکنه؟ نمیدونم سیستم چیه تو ایران، ولی سرباز باید تو پادگان باشه، تو سربازخونه باشه، نه تو پلیس، یا مثلا لب مرز باشه، تو ارتش باشه. اگه سرباز نمیدونم بابا خیلی خاراش میشه، کی به کیه؟ یارو افسر نگهبانی داشته چرت میزنه اصلا حالشو نداشته بیاد پای تلفن. برو بگو سرش شلوغه، ساعت چنده؟ هر موقع که الان ساعت ایران هست وسط چرتشو پاره کرده، آقا پاشو میخواد با تو صحبت کنه. نه برو بگو سرش شلوغه. حالا ببینم من اگر بخوام از دست این کلانتری به یه نفر شکایت کنم به چه مقامی باید زنگ بزنم؟ کنجکاوم، یکی با من تلفن کنه بگه جانم. جانم عزیزم پیشم ده. حالا شما زحمت کشیدین شمارهایی که دادیم و تماس گرفتیم، ولی واقعا کلانتری ها نمیدونن. من حتما شماره یه دونه وکیل خوب براتون پیدا میکنم. نه 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 نه، من میخوام بدونم مقامات ایران، نه وکیل. وکیل بهش پول میدی برات یه کاری بکنه. میخوام ببینم یه نفر در ایران تو درد سر میفته میره تو کلانتری چی بهش جواب میدن؟ حالا من خدمتتون عرض میکنم چی جواب میدن. کسی هر مشکلی که داشته باشه تماس میگیره، کلانتری میاد بهش میگن صورت جلسه. کلانتری اون موقعی که اتفاق افتاده رو صورت جلسه میکنه و جفت طرفای دعاوی رو میبره و برای شب نگه میداره و میفرستتشون با یه برگه دادگاه. نه شاهین جان، نه 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 شاهین جان، شاهین جان، من ببین، من بیشتر از 40 سال از ایران دورم، ولی فکر نمی کنم تا این درجه خر تو خر باشه. نمیتونم باور کنم. نه این سیستم نیست. یه لطفی بکن شاهین عزیز، نه 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 یه لطفی بکن برادرم، یه لطفی بکن. شما با یه نفر، با یه وکیل فردا صحبت بکن. این سوال شما از وکیل بکن سیستم چیه، ما اینجا یه ترتیب اثری بدیم، یه کاری بکنیم، میتونیم یه کاری انجام بدیم. لااقل این یه خدمت عمومیه که میتونیم به وطنمون بکنیم، به مردم، به مقامات بگیم بابا خیلی خیلی وضع خرابه. جانم میگم حتما اگه وکیل من میپرسم که چی شمه. آره عزیزم یه سوال بکن آخه. این وکیل و قاضی کاملا قانون رو میدونن، اونا میتونن پاسخگو باشن، ولی کلانتری هیچی نمیدونن. مرسی عزیزم. بذار من این خط رو بگیرم، شاید خبری داشته باشن. مرسی عزیزم. الو جانم. الو 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 جانم بفهمی، خواهش میکنم. حال شما خوبه آقای حمید خانم؟ سپاسگزارم. شما حالتون چطور عزیزم؟ خیلی ممنونم آقای حمید خانم. اینا همه حرفا میبینید شما تماس میگیرید، کلانتری هیچ وقت پای تلفن به شما جواب نمیدن. فقط باید تشریف ببرید خود کلانتری، بعدش هم شما میخواین از کلانتری شکایت کنید شماره 197. کی هست 197؟ چه مقامی است 197؟ مقامیه که تمام کلانتری زیر اونه، معمول از معمولم شکایت داشته باشید باید به 197 تماس بگیرید.
اوکی پس من شماره یعنی هیچ همین فقط بگیرم 197 پیشنهادات انتقادات شکایات از نیروی انتظامیه. اوکی پس من شما خودتون ظاهرا اطلاعاتی دارید، میتونم بپرسم چه کار میکنید شما در ایران؟ من شغلم آزاده. شغلتون چیه؟ شغل آزاده تو کار ماشین. آه اوکی عزیزم، من پس الان کد ایران 98 کد تهران 21 بعد بگیرم 98 21 بعد 197 تنها هیچ شماره دیگه 97 خالیه. بله اوکی مرسی عزیزم. آره 197 بگیرم بگیم مثلا هم از هرهنگ بلانی این چند داری شکاعت دارم از هر چی من فرق نمی‌کنه. باش مرسی عزیزم، این چند داری شکاعت دارم اونا با پاسخ بود. مرسی عزیزم. اوکی میگیرم چشم، مطمئن نیستم اینجوری باشه راهش، میگیریم. عزیزم از خارج از کشور نمیشه 197 گرفت، باید یه شماره یه 10 شماره کامل باشه. از داخل ایران میشه، مثل همینجا که مثلا ما 911 911 رو میگیریم امرجنسی است، اگر از فرانسه 911 رو بگیرم همین حرف رو میزنه، میگه این شماره وجود نداره. اگر 197 احتمالاً برای راحت کردن مردم یه چنین شماره ای رو گذاشتن، ولی یه شماره اصل باید پشتیبان این شماره باشه. اگر لطف کنید بتونید اون شماره رو به من بدید ممنون میشم. کی هست دیگه؟ چه کسی؟ قانونگذارا کی هست؟ به مجلس زنگ بزنیم؟ به نخست وزیری زنگ بزنیم؟ کی چی کار هست تو ایران که چه کسی به این چیزا اهمیت میده؟ ببینید چرا اهمیت نمیدن؟ بذارید براتون بگم چرا اهمیت نمیدن. برای اینکه رادیو تلویزیون های ایران، خبرنگار های ایران کارشون رو انجام نمیدن. کارشون فقط این شده قربون صدقه خامنه ای برن و برای شعر بگن و خبرهای تصادف و این چیزا رو بگن. مردم هر بدبختی میکشن نمیدونم جرأت نمیکنن سوال کنن. الو جانم. شیشه رو جمهورمون رو بشم گوش کن ببم. 197 پلیس هست. یعنی شما اگر یه کلانتری یا پلیسی شکایت داشته باشید به 197 شکایت میکنی، حالت دادگاه نظامی پلیس هست. آره ولی متوجه نشدی. نه متوجه نشدی من چی گفتم. از خارج از ایران نمیشه فقط 197 رو گرفت و به داخل ایران وصل شد، شماره اصلی رو باید داشته باشه. نه درست میگی اونو شما، ولی منظور اگرم میگرفتید کاری از پیش نمیبود. بله. فقط پاسخ این مسئله رو یه وکیل یا قاضی که قانون اساسی ایران رو کامل میدونه میتونه بگه. اوکی. من حتما براتون میپرسم و میگم. مرسی عزیزم، ممنونم از لطفت، خدا نگهدار. ببینید من واقعا بیخبرم از ایران. شما الان زنگ بزن اینجا به اداره پلیس، بگو که یه نفر به بچه من تجاوز کرد، به زن من تجاوز کرد، یا زن خودش زنگ بزنه بگه الان به من تجاوز شده، دو تا سه تا ماشین پلیس آنن میان اینجا 5 دقیقه حد اکثر 10 دقیقه میان اینجا ببینن چه خبره، انگوش نگاری میکنن، تمام اون مکان رو میگردن، هر اثری از اون شخص باشه، خود اون خانم رو میبرن بیمارستان که بتونن پزشک بتونه آزمایش بکنه صدمه بهش نخورده باشه. بعدم اگر من چی میگن اسپرم هر چی در بدنش هست در بیارن بفرستن برای دی ان ای تشخیص بدن کی این کارو کرده. من به 4 تا کلانتری زنگ زدم، فقط یکیشون یه دونه سرباز جواب داد، گفت من هیچی بلد نیستم. مقامات ایران، آقای نمیدونم رحمانی، آقای
خامنه ای، آقای شهردار، آقای فرماندار، چی کار میکنین شماها؟ چجوری به شکایات مردم؟ برای همین خرت و خره، برای همین هیشکی به هیشکی نیست، هیچکس اهمیت نمیده. برای همینه که یه نفر شکایت میکنه، به قول یکی از اینایی که تلفن کرد، میرن یه رشوه میدن و همه چی ساکت میشه، خفه میشه. میدونی چرا؟ شماها رشوه بگیرین، شماها ناقص و نادرستین. جانم روهر هستید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ میخواستم بگم که راجب همین بحث ایران، وقتی از امریکا به ایران زنگ میزنی چما نمیفته دونجو، بنابراین هیچ کس از ارتشی ها، از کلانتری، از ارتش، از هیچ جا نمیتونم جواب امریکا رو بدم. چرا من برای اینکه اگه جواب امریکا رو بدن برایشون حرف در میاد. نه آخه نمیدونن من از نه ببین برادر اون نمی... نه 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 متوجه نشدی، کسی نمیدونه من از کجا دارم زنگ میزنم. من شما نیفته برام اون شماره تلفنشون بیفته، نمیتونن دو کلمه مثل آدم حرف بزنن. نه نمیتونن، برای اینکه ارتشن، اینا ارتشی هم، برایشون حرف در میارن، میگن که این با امریکا تماس پیدا کرده، اصلا خل افتادهانش میکنن، اصلا هیچ جد جور از هیچ ارتشی ای بابا. برادر من ببین، همین حرفا بین مردم در جریانه که مردم از سایه خودشون میترسن. مردم در ایران از سایه خود کلانتری میترسه به تلفنش جواب بده. بذار من الان بگم یه نفر از انگلیس تماس بگیره، انگلیس رو جواب میدن؟ نه اونم جواب میدن، یعنی اینا طوری اینا رو درست کردن، اینا آخه کاری با خارج ندارن. اون کسی که به کلانتری زنگ میزنه اهل تهرانه، اهل مثلا ایرانه. نه بذار نه 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 مرسی عزیزم، مرسی مرسی مرسی، ممنونم، مرسی عزیزم، مرسی. نه نه اصلا این اصلا اینو من نمیخرم، این حرف خریدار نداره. نه ببینم، اگر من اینجا با یه نفر در ایران رو خط تلفن هستم، آدرسش هم میدونم چیه، شماره تلفنش هم میدونم چیه، یه مرتبه طرف جیغ میکشه میگه یه نفر وارد خونه شده میخواد منو بکشه یا تجاوز بکنه، اگر من از آمریکا زنگ بزنم به پلیس، کسی نمیره اونجا چون دارم از آمریکا زنگ میزنم. نه آقا این حرفا یعنی چی؟ اصلا ذات این مسئله اشتباهه، کل اساس قضیه غلطه. کی به کیه تو ایران؟ زنگ میزنم به کلانتری، از چهار تا کلانتری یه دونشون جواب میدن، اونم سرباز از آب در میاد، به افسر نگهبان بیا میگه بیا ببین با تو کار دارن، افسر نگهبان میگه برو بگو سر شلوغ ساعت 2 صبح، خیلی سر شلوغه با صدای خواب آلودش. ببینید تا موقعی که بالانس تو ایران نباشه، کنترل نباشه، چک کردن نباشه، سیستم از این خارج نمیشه. همینیست که هست، مردم از سایه خودشون میترسن. جانم روهر هستید، از کجا تماس میگیرید؟ پیشتر چاینم، این حرفایی که این آقای زد اصلا درست نیست. میدونم میدونم ایسا، اونا به شما زنگ نزده چه بخواد مجازات بشن. بله دقیقا همینطور، شما داری تمام. میدونم برادر، دقیقا این هم نکی بخواد ما رو بترسونم. من الان خودم 20 دفعه از اینجا دارم ایزا میزنم به شما. مرسی از این، نه میگم میخوام بترسونم. ممنونم از لطف دعیزم، خدا نگهدار. اوکی اینم از اینم از تماسمون با کلانتری ایران. ببینید شماره اینستاگرام من کشیش حمید هست یا روی فیسبوک هم تماس بگیرید، شماره دفتر نخست وزیری رو به من بدین. خامنه ای که بخوام به دفتر خامنه ای زنگ بزنم، اون میگه کیه؟ کسی کسی رو کش، به من چه بکشنم دیگر، انقدر بکشن تا فقط من بمونم. اون اصلا حالیش نیست، حالیش نیست. اون فقط یه 200-300 محافظ در خونش باشن، دورورش باشن، هر جا میرن چند هزار نفر دنبالش باشن، براش کافیه، اموراتش میگذره راحت.
چرا من برای یک تجاوزی که به زندگیم شده باید برم دادگاه شکایت بکنم؟ چرا نباید پلیس چی کار است اونجا جریمه بنویسه؟ چی کار میکنه پلیس اونجا؟ اگه یه نفر شکایت بکنه به پلیس در تهران چی کار میکنه؟ خیلی خر تو خره جانم. روهر هستید بفهمه خواهش میکنم. جانم بفهمه یکم بلندتر صحبت کنین لطفا. بفهمید خودم هستم عزیزم. اصلا نیست شم به این کلانتری زنگ بزنیم به که کسی موضوع اصلا جوابی نمیدن. عجب به معنی واقعی جوابی اهمیت نمیدن؟ الو؟ من خیلی جاها خودشون میترسم برم. اوکی مرسی عزیزم، ممنونم، اینم خبری بود. هلو. مرسی که تلفن کرد خواهم. چیز دیگه ای دارید اضافه کنی؟ اما ماهواره یه دونه مسابقه بود. جانم؟ آره مسابقه بود. مسابقه؟ ریختم به حساب یارو. یارو چه زنگ دادم کلانتری. خب کلانتری با پولیس فتا زنگ دادم. زنگ دادم هیچ جوابی هم ندادم. شکایتتون چی بود؟ پول من گذاشتم. شکایتتون چی بود؟ پولمو خورده بودن از این چیز مخباره این شبکه بود. سوال گذاشته بودن بریم سنجا بیختیم بعد این جوابی نیمد پولیس ستا من زدم اون چی بود جوابی نگرفتم. توی تلویزیون ماهواره‌ای مسابقه گذاشته بودن؟ بله. بعد شما 250,000 تومان پول دادین؟ بله. امیرترین شهر یا کدام است؟ سوال این بود. خیلی ها پول خوردم. به حساب طرف من پول ریختم. چرا پول ریختین به حسابش؟ برای شما یه ماشین درمده اول باید پول گمرکی بدید یه چیزا این رد کنم بیاد. ای بابا ای اوکی چیزا. از کجا میدونستین اصلا این یه شبکه تلویزیونیه که داره تلفن میکنه؟ آره کرج زنگ زدم تازه ایمان دار شدم. نه سوالم اینه از کجا میدونستید که این یه شبکه تلویزیونیه که داره به شما تلفن میکنه؟ نمیتونم سیده زیادی میاد کلا بردار بودن همشون. مرسی عزیزم از تماستون. مرسی. ببینیم واقعا ایران احتیاج به دعا داره. ایران احتیاج به خدا داره. ایران احتیاج به نجات داره. خود اسلام، کل اسلام از محمدش گرفته تا علی و حسن و حسین و جد آبادشون همین بودن. دزد، زناکار، غارتگر، بچه باز، متجاوز، همشون. نتیجهش اینیه که دارید میبینید. نتیجهش اینیه که دارید میبینید. شما فکر میکنید در عربستان سعودی اسلام قانون هست همه اطاعت میکنید؟ بله قانون هست همه اطاعت میکنید. دست از پا خطا بکنید دست تو پا تو چشم تو از صدقه در میارن، دست و پات هم قطع میکنن، سر تو از سنت جدا میکنن. اونا که اصلا میگن حرف نزنی. جانم سلام عزیزم بفرمایید خواهش میکنم. جانم بفرمایید عزیزم صدای تلویزیونتون رو کم کنین لطفا.
صدای تلویزیونتون رو لطفاً ببندید که بتونین منو بهتر بشنوید. الو الو جانم بفرمایید، خواهش میکنم. متوجه نشدم، میگم درست گرفتم من الان اینجا کجاست؟ اینجا تلویزیون پیام آرامشه. خب من چجوری با آقایید میتونم صحبت کنم؟ با خودشون. خودم هستم عزیزم، بفرمایید. من زنده نیست آقایید. جانم یه تخت زنده مگه نیست؟ حالا من قرار نیست آخه شما به صدای خودت تو تلویزیون گوش بدی، واسه همین صدای من نمیشنوی برادر من عزیز من. ای خدا ای خدا ای خدا. واو. تازه من از راه دور دارم این چیزا رو میشنوم، تو محیط نیستم که رو زندگیم مستقیما بتونن این چیزا اثر بذارن. مردم تو ایران چی دارن میکشن؟ قانون چیه؟ کلانتری چیه؟ جانم بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. مرسی عزیزم. آقای میده تماس میگیرن میگن مثلا نیرو انتظامی فلان و اینا، اولا که همه اینجوری نیست. اگه شما میگید خوابن و فلان، خب شاید سکتوگ اینجوری باشم، ولی من خودم شخصا دیدم شاید بره جمعونم اصلا من 25 سال جمعونی 25 سال من دیدم خود فرمانده نیرو انتظامی یکی از شهرستان هم از زندگی میکنه، خودش بنده خدا با ماشین گشت داشته میچرخه، چرا از دروغ داریم ضد نیروی انتظامی صحبت میکنه؟ من نه خودم نیروی انتظامی هم، نه اینکه بگم آقا الان با این رژیم فلان و بیزار. خب پیش میدید سختی هست تو ایران، گرسنگیش از باشه خرج گرونه، ولی این چیزی که شما میگه اصلا من یه سر سوزن قبول ندارم برادرم. من نمیگم، من نمیگم، من تلفن کردم به کلانتری عزیزم، به 4 تا کلانتری زنگ زدم، یکیشونو یه سرباز جواب داد، مکالمه‌ش هم با افسر چه جوری شده اصلا شما جواب شما رو اینجوری داده؟ یه بعضی من دارم برنامه رو نگاه میکنم. پس من که شما شنیدی، اجازه بدید، شما شنیدید که من اگه بعد بود خب همین جوری که شما میگین بود، خب خدای گواه منم میگفتم همین جوریه. خب چون من خیلی تماس گرفتم، مشکلی برام پیش اومد، یه دیدم از همسایه ها مشکلی پیش اومد، زنگ زدم اومدم. خب من میگم خودم شخصا دیدم که اصلا وظیفه این طرف نبوده، فرمانده کل نیروی انتظامی یکی از شهرستانه که وظیفه اصلا نبوده. کدوم شهرستان تشریف دارید شما؟ جان ملایر. ملایر، خدا رو شکر باز لااقل افسر نگهبان اونجا، نمیدونم رئیس انتظامات، هرچی که میگید یه غیرتی داره، کارشو انجام میده خدا رو شکر. ولی خب شما شنیدید یه نفر تلفن نکرد، چند نفر از جاهای مختلف تلفن کردن، همه شکایت داره. خود من به 4 تا کلانتری تلفن کردم، یه سرباز جواب داد. همه جا آقای نیست شکایت کردن من صحبت همه جا خوبت داره، ولی من شهرزم خودم رو میگم دیدم خب معموری که درجهش بالا بوده، رئیس یه دون فرماندهی نیروی انتظامی بوده، بنده خدا شب از خواب ایزاده از پیش زنوچه ایزاده من دیدم آتا 4 صبح 5 صبح دیدم شیف میچرخیده که ببینم اونایی که گشتشونه وظیفهشونه و دوباره فلان باشه میشه اصلا هستن یا نه. خب من خدا برکتش بوده، بعضی میرم تو تلویزیون تو زنگ میزنم میگم زنگ زدیم اصلا نیومدن، من چنین چیزی میشه 5 دقیقه معمولی سایده سری میرسه. اوکی، خدا کنه عزیزم، خدا از دهنت بشنوه، من امیدوارم اینطوری که میگی باشه برادر.
مرسی از تماستون. والا من تا چیزی که ما دیدیم همینجوری بوده. آشورو ارلیزو می نداره من میان درو برم جنم عزیز. مطمئن باشید همینجوریه. خب و خیلی هم دارم میان از درو بوده درست می دارم و از درد می رو انتظامی. ما که تا الان دیدیم اینجوری نبوده خودش. شما عزیزم کار خودتون تا حالا به دادگاه کشیده اونجا؟ الو دوست عزیز، من هر روز دارم با مردم ایران صحبت میکنم، هر روز دائم. همه درد دارن تو دلشون. خدا رو شکر که در ملایر اون شهری که شما زندگی میکنی اون شخص اصلی یه مقدار اهمیت میده به شغلش، غیرت داره، میره گشت میزنه ببینه همه سر پستشون هستن یا نه. خدا رو شکر. ولی بقیه اینطوری نیستن. جانم بفرمایید، خواهش میکنم. الو جانم. محسومم با درست گرفتم. بفرمایید، خواهش میکنم. الان ایشون که میگم ملایر رسیدگی میکنم، بله شاید شهر کوچیک رسیدگی کنم، ولی اونجایی که ما هستیم باور کن به 4 ساعت ما درگیری داشتیم. به 4 ساعت من زنگ زدم پلیس از ده نمیمدن. بعد چند سری گفت آدرس رو برید، چند سری آدرس دادم، گفتم برم که وایس دادم اقدامی نکردن، هیچکی هم نمیمد، هیچکی هم نمیمد. سارم گفت بیا بریم بلش کن. ای بابا، مرسی عزیزم، ممنونم که مجددا تشریف آورد. بخیر. ببینید عزیزان، از یک عزیزی اومد روی خط، یه بیننده اومد روی خط و گفت اینا دیدن که شما را از آمریکاست جواب ندادن. اونا از کجا میدونن شما را از کجا هست؟ نمیتونن، نمیبینن. به فرضم ببینن، به قول این یکی دوستمون که تلفن کرد، اونا که به من تلفن نکردن تو درد سر بیافتن، من دارم به اونا تلفن میکنم. بعدم از چی میترسن؟ از این میترسن یه نفر از یه کشور خارجی زنگ زده گوشی رو بردارن؟ تصورشو بکن، مثلا تو این آمریکا همه خارجی هن. اینجا بترسن یه نفر از یه کشور دیگه تلفن میکنه سوال، خیلی هم با خوشحالی بهش جواب میدن. الان شما از ایران تلفن کنید به اداره پلیس در آمریکا، به هر شهری که میخواین زنگ بزنید، ببینید چه جوری جوابتون رو، البته به انگلیسی باید صحبت کنید، ببینید چه جوری جوابتون رو میدن. چرا ایران ما جزء جهان سومه؟ چرا؟ جهان سوم ونزوئلا است، نیکاراگوئه است، کشورهایی که اصلا فقط دیکتاتوریه. ایران هم دیکتاتوریه. ولی امیدوارم که ببین، من واقعا دلم درد میگیره، قلبم درد میگیره که تو ایران اینقدر بی‌نظمی هست. قبول دارم یکی گفت میان آره شکایت قبول میکنن، میره دادگاه، هنوز به دست قاضی نرسیده، یکی میاد رشوه میده، گاهی اوقات خود قاضی رشوه میگیره. آیا شما فکر میکنید اینا نمیتونن جلوی این چیزا رو بگیرن در ایران؟ اشتباه میکنید، میتونن. من میتونم بهشون یاد بدم چجوری این کارو بکنن. خیلی راحت.
اگر به کسی مشکوکن که رشوه میگیره، اهل رشوه گرفتنه، خیلی راحت یه نفر رو بفرستن به عنوان یک کسی که مشکلی براش به وجود اومده یا کاری میخواد تو دادگاه انجام بده. طرف برسه بالاخره به یه مرحله‌ای میرسه که میگه آره آقا اینقدر خرج داره، اینقدر پول بده، من کارت رو میندازم، بهتون قول میدم 4 نفر 5 نفر رو بگیرن بندازن تو زندان، تو اخبار ایران هم اعلام بشه و مجازات های سنگین براشون در نظر بگیرن، 50% رشوه گیری همون روز اول در ایران از میون برداشته میشه و بعد ادامه بدن شهرهای مختلف، قسمت های مختلف ادامه بدن تا این رشوه گیری ریشه کن بشه، ولی این کار نمی کنن چون خودشون رشوه بگیرن. ببین چی میگن؟ ای خدای بزرگ من، بیایید الان با من متحد بشیم در دعا کردن برای ایران. این کارو میتونیم بکنیم دیگه، نه؟ یه چیز بهتر پیشنهاد میکنم. من واقعا انتظار هر چیزی رو داشتم غیر از این که به 4 تا کلانتری مختلف در ایران زنگ بزنم، فقط یکیشون جواب بده و اونم بگه من هیچی نمیدونم. شنیدیم من یه سربازم، هیچی نمیدونم آقا. اوکی، میتونم با افسر نگهبان صحبت کنم؟ آقا بیا با تو کار دارن، بگو سرش شلوغه. ساعت 2 بعد از نصف شب، 4 بعد از نصف شب، چند میدونم. سرش شلوغه، داره خواب میبینه. نمیخوام دیگه تلفن جواب بدم مگر اینکه یه کسی هستی تو ایران که تصمیم گیرنده ای، مگر اینکه رئیس کلانتری هستی، یه افسر مأموری هستی، یه کسی هستی که میدونی سیستم چیه. نمیخوام از کسی شکایت بشنوم، نمیخوام از کسی طرفداری بشنوم. یه نفر بیاد جواب بده، بابا داریم از یه تلویزیون زنگ میزنیم و چرا من باید زنگ بزنم از خارج از کشور؟ چرا تلویزیون های ایران از داخل کشور زنگ نمیزنه؟ قانون بر علیه این کار هست؟ رادیو تلویزیون های ایران، خبرنگار های ایران حق ندارن به صورت تحقیقاتی خبر تهیه بکنن، توی تلویزیون پخش بکنن؟ نمیتونن، اجازه ندارن با فلان کلانتری تماس بگیرن بعد بیان تو تلویزیون پخش کنن که آقا ما مشکل داشتیم، این جواب کلانتری بود. مردم مشکل مثلا فلان سیاست مدار نیست، مشکل فلان کسیه که بالا سر این کلانتریه، بریم ببینیم کی بالا سر این کلانتریه، بعد برن با اون مصاحبه بکنن. نترسین، نمیگیرنتون. برای چی بخوان شما رو بگیرن اگر کارشکنی یه نفر رو رسوا میکنی؟ چرا بگیرنتون؟ ببینید، ترس شما بود که دیکتاتوری به وجود آورد. دیکتاتور خود به خود به وجود نمیاد.
دم میخواد یک سرود روحانی پخش بکنم اول، بعد با هم دیگه متحد بشیم در دعا کردن برای ایران. من نمیدونم چه دعایی برای ایران میخوام بکنم، ولی از روح مقدس خداوند میخوام که منو در این دعا هدایت بکنه. ولی وقتی این سرود رو شنیدیم و برگشتیم، اول میخوام از همه شما عزیزانی که دلتون میخواد به عیسای انجیل ایمان بیارید، این فرصت رو بدم دعای توبه و نجات رو به زبون بیارم که شما بتونید بعد از من تکرار بکنید و بتونید به این وسیله به عیسای انجیل ایمان بیارید. بعد با خود شماها که الان ایمان میارید و اون کسانی که از قبل ایمان آورده بودید، میخوام متحد بشیم دست جمعی، چند هزاری، چند صد نفری، چند میلیون نفری با هم دعا کنیم برای ایران، برای نجات ایران. دلتون میخواد این کارو بکنیم با هم دیگه؟ لازمه. ایران احتیاج به دعا داره. دعای خودتون رو دست کم نگیرید. خدا به دعا جواب میده. اون کوه مشکلات، هر چیزی که باشه، دعای ما میتونه اون کوه رو منهدم بکنه اگر شما با من متحد بشید در این دعا. و در نام مقدس عیسی مسیح، نه در نام خودمون، در نام مقدس عیسی مسیح از شر ارواح پلید در ایران خلاص بشیم، ایران رو آزاد بکنیم، نه با جنگ، نه با چاقو کشی و اسلحه کشی، نه با دعا، با جلو فرستادن خداوند. بگذارید خدا به جنگ برای ما. خدا حکمت داره و میدونه چی کار میکنه. قبل از اینکه سرود رو پخش بکنم، اول دعای توبه رو میخوام به زبون بیارم. ببینید عزیزان، امروز نمونه خوبی بود از واقعیت هایی که ما در زندگی باهاش مواجه هستیم و راجع به مسائل بسیار زیادی صحبت کردیم. راجع به اون عزیزانی که در بچگی بهشون تجاوز شده بود، اون جوان 21 ساله که در 5 سالگی داییش بهش تجاوز کرده، من هنوز نتونستم بر این مسئله غلبه پیدا بکنم. نتونستم هنوز. چطور ممکنه دایی شخص دایی عمو نمیدونم خاله عمه بیان به بچه خواهر و برادر تجاوز بکنن؟ ببینید، رسواشون بکنید. این ارواح پلید باید رسوا بشن. باهاشون روبرو بشید. اگر به اندازه کافی شهامت دارید، من درک میکنم ممکنه اصلا ازشون میترسین، نمیخواید. ببین، من اصلا نمیتونم تصور بکنم این جوون، این طفلک از 5 سالگی داییش بهش تجاوز کرده در سن 5 سالگی. ای خدا، ای خدا، الان 21 سالشه این مرد.
اون دایی از خدا نمی ترسه؟ نه اصلا خدا چیه؟ اگر دلتون میخواد الان به عیسای انجیل ایمان بیارید و تمام گناهانی که در زندگیتون مرتکب شدید تا این لحظه تا الان بخشیده بشه به طوری که خداوند در کلامش گفته گناهان شما رو میبخشم و دیگه اونها رو به یاد نمیارم. اگر دلت میخواد امروز اسمت در دفتر حیات در بهشت نوشته بشه به عیسای انجیل ایمان بیاری و رسماً مسیحی بشی، این دعا رو تا چند لحظه دیگه بعد از من تکرار بکن. بعد از این دعا سرودی میشنویم و من بعد برمیگردم برای ایران دعا میکنم با کمک شما. دعای دست جمعی ایرانی ها، افغانی ها، فارس زبان هایی که در سراسر دنیا هستید میتونید در این دعا با من متحد بشید. ولی اول میخوام این فرصت رو بدم به کسانی که میخواید به عیسای انجیل ایمان بیارید و رسماً مسیحی بشید، همین الان این دعا رو بعد از من تکرار کنید. بگید ای خداوند، میدونم که گناهکارم، در این لحظه به تمام گناهان خودم اعتراف میکنم، چه اونهایی که دانسته انجام دادم یا اونهایی که ندانسته مرتکب شدم. ای عیسی، من ایمان دارم مطابق با کلامت که تو برای گناهان من روی صلیب جان دادی و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومدی. به قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. اگر این دعای ساده رو بعد از من تکرار کردید عزیزان، مطابق با انجیل تمام گناهان شما بخشیده شده، دیگه شیطان هیچ کنترلی روی زندگی شما نداره، هیچ کنترلی روی زندگی شما نداره، دیگه مجبور نیستید در اسارت و در زندان روحانی زندگی بکنید، نجات پیدا کردید،
از این لحظه به بعد دیگه گناه نکن. ببین پاک زندگی کردن سخت نیست، خیلی شیرینه. وقتی پاک زندگی میکنی احساس قدرت و شادی خارق العاده ای در تو به وجود میاد. امتحان بکن، زنا نکن، دزدی نکن، خودفروشی نکن، نگران مخارجت نباش، به خدا پناه بیار و منتظر خدا باش تا برات فراهم بکنه. بهش ایمان داشته باش، برات فراهم میکنه. کتاب انجیل یا کتاب مقدس رو به طور کامل میتونید روی وبسایت من مطالعه کنید، kashishhamid.com، و همین سایت kashishhamid.live، kashishhamid.live نقطه live رو به همه دوستانتون بدید. در ایران نمیتونن این سایت رو بلاک بکنن، نمیتونن فیلتر بکنن. همه در هر کجای دنیا که باشید میتونید این تلویزیون رو تماشا کنید، kashishhamid.live live. و اگر احتیاج به انجیل دارید، اهل مطالعه هستید و نمیخواید بذارید رو تاخچه که فقط بگید من انجیلم دارم، تماس بگیرید با من، کد 949-70-70-210 از ایران، و آدرس خودتون رو به ما بدید، با کمال میل براتون میفرستم مجانی. دلم سوخت برای اون سرباز، واقعا دلم سوخت، نمیدونست چی بگه. در اداره پلیس در کلانتری یه سربازی که هیچ نوع تعلیمی بهش ندادن چی کار بکنه چی بگه، گوشی رو برمیداره، اول بگو تو کی هستی، از کجا، چی کار داری، چشم، منم براش توضیح دادم، نمیدونه چی بگه. دفعه اول که گوشی رو قطع کرد، ای خدا، یعنی آهنگی که همه دوست داریم بهش گوش بدیم، میچسبه الان، ای معبود من. تا چند لحظه دیگه برمیگردم خدمتون که با هم، از جمله همراه و به خصوص با اون کسانی که دعای توبه رو بعد از من تکرار کردن و به مسیح انجیل ایمان آوردید، با شما ها میخوام یک صدا برای ایران دعا کنم، و البته ایمانداران قدیمی و حتی کسانی که ممکنه مسیحی نباشید ولی ایران رو دوست دارید،
بیایید با من در این دعا سهیم بشید. بعد از این سرود با هم خواهیم بود. به سهم قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبود من، محبود من، نام تو قدوس است، قدوس یا نام تو قدوس است، قدوس. به سهم قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبوب من، ای محبوب من، محبوب من، ای محبوب من، محبوب من، ای محبوب من، محبوب من.
نام تو قدوس است قدوس یا نام تو قدوس است قدوس یا نام تو قدوس است قدوس یا خب دوستان عزیزم، امیدوارم که لذت برده باشید از این سرود جاودانی، بعد اسمشو بذارم. وقتی گفتم سرود میخوام بذارم، اکثرا نوشتن اولین چیزی که دیدم نوشت طرف ای معبود من کوشش عینکم. عینک داشتم با خودم الان. اوکی عزیزان، اگر موافق باشید، من تازه یادم افتاده که این مسمسک رو آویزون نکرده بودم، که رباتم اینقدر تکون نخوره از مرکز خارج بشه، ولی بالاخره عقلم رسید این کار کردم. با هم دیگه دعا بکنیم برای ایران. نظر شخصی من اینه که تا زمانی که افکار مردم پر از خرافاته، پر از دروغه، پر از زناست، پر از اسلامه، امیدی نیست برای ایران. یه دیکتاتور میره، یه دیکتاتور دیگه میاد، مردم رو در خرافات نگه میداره، در گمراهی نگه میداره، در اعتیاد نگه میداره. وظیفه من اینه که مردم کلام واقعی خدا رو بشناسن و مقایسه بکنن با اونچه که به اسم مذهب عرب به ایران آوردن. کتاب‌های ما رو سوزوندن، زنها و دختران ایرانی رو تو بازار حراج می‌کردن، به عرب‌های منطقه اول خودشون استفاده می‌کردن بعد می‌فروختن به این و اون. اصلا تصور این که اسلام چجوری اومد به ایران و چجوری مونده در ایران منو منقلب می‌کنه. و گمان نکنید عزیزان، گمان نکنید که ای بابا نبیاین راجع به خدا حرف بزنیم، راجع به اسلام حرف نزنیم. نه، روح پلید باید رسوا بشه. روحی که در محمد بود روح خدا نبود. اگر روح خدا در محمد بود دستور آدم کشی نمیداد، دروغ رو مجاز نمی کرد. بله نباید دروغ گفت، ولی خب اگر مصلحتی باشه، واجب باشه، دروغ برای حفظ مذهب و یا شهادت دروغ، یه وقتی لازمه، اگر طرف راستشو بگی میره زندان. مردم ما رو فریب دادن،
و من خدا رو شکر میکنم که هیچ گونه اشتیاقی، هیچ گونه اشتیاقی ندارم وارد سیاست بشم. ولی اگر یک آدم حسابی بیاد و کنترل ایران رو به دست بگیره، با تمام وجود براش دعا میکنم که حکمت خدا، روح خدا، پشتیبانی خداوند و فرشتگانش مرتب باهاش باشن. قسمتی رو از روی کتاب یعقوب در مورد دعا براتون میخوام بخونم قبل از اینکه دعا کنیم، و همچنین نمیدونم اینقدر اینجا شلوغه که یادآوری میکنم که قدرت خودتون رو در دعا دست کم نگیرید. یک نفر میتونه در دعا حریف هزار نفر بشه، دو نفر حریف 10,000 نفر. کلام خدا میگه، گوش بده، اگر شما عزیزان ایران رو دوست دارید، آزادی ایران رو میخواهید، نجات ایران رو میخواهید، نجات ملت ما رو میخواهید، نمیگم نجات از اسلام، شاید بعضی ها اسلامشون رو دوست دارن، دوست داشته باید، کاری با اونا نداریم. بابا اینجا تو آمریکا کلیسا هست، مسجد هست، کنیسه هست، معبد هست، محفل هست، معابد شیطان پرستی، همه چی هست. مردم خودشون انتخاب کنن کدوم یکی برن. مردم انتخاب میکنن تو کدوم ساختمون برن. دولت حق نداره دخالت بکنه. ولی خب طرز فکر کردن رو از ایرانی گرفتن، حق فکر کردن رو از ایرانی گرفتن. طرف از ایران تلفن میکنه میگه نه آقا، اونا چون میدونستن شما از آمریکا زنگ میزنی جرأت نداشتن تلفن رو بردارن، چون میرن سراغشون. نه عزیزم، اینطوری نیست. نه، شماها از سایه خودتونم میترسین. آقا یه بار زندگی میکنین، حالا عمر یه نفر در 10 سالگی تموم میشه، یه نفر در 110 سالگی تموم میشه، ولی تموم میشه. و از اونجایی که در دنیای بعد زمان وجود نداره، خیلی جالبه، این 10 سال یا 110 سال به اندازه نیم ساعت، 5 دقیقه. زمان نیست، عقب جلو نمیره، شما پیر نمیشی. چه فرقی میکنه چقدر رو این دنیای خاکی پر از زحمت و مشکل زندگی بکنه، چه فرقی میکنه. حالا دوست دارید، بعضیا دوست دارن مثلا اینجا در جوانی زن بگیرن، بچه دار بشن، شوهر کنن، بچه دار بشن، رشد بکنن، خانواده بسازن، محشر عالیه، همه ایده‌های خوب بکنیم، این کارو بکنیم، من مشکلی ندارم با این مسئله. ولی
عاشق این جونتون نباشید که در این جسم به طور موقت ساکنه. این روح باید بگم که به طور موقت در این جسم ساکنه، اهمیت نداره این جسم. ببینید من روح مرگ رو دیدم، خیلی چیزا از دنیای بعد دیدم. نباید بگم از دنیای بعد، دنیایی که الان هست، بهشت و جهنم الان هستن. ما تو این دنیا چشممونو میبندیم، تو اون دنیا چشممونو باز میکنیم. اینقدر زیباست، اینقدر جالبه. بعضیا مادرشون، پدرشون، بچهشون از دنیا میره، زجه میزنن، ناراحت میشن، گریه میکنن، حق دارن، دلشون تنگ میشه. خود من یکی از نزدیکانمون این اواخر از دنیا رفت، نمیدونم، یه نفر عکس دوتا خواهر رو برای من فرستاد، یکیشون از دنیا رفته. هنوز باور نمیکنم، نمیتونستم باور کنم، انگار مثلا نه بابا این هنوز بچه از کجا رفته. ولی میدونم جاش امنه، در بهشته. شاید یه روز توضیح بدم چطور میدونم. هر کسی طاقت شنیدنشو نداره. مشکل ایران خرافاتشه. البته سیاستمدارای نادان هم هستن، فراوون. ایران ثروت فراوون داره، ثروت بسیار زیاد داره، ولی این ثروت مطابق با کلام خدا مثل حلقه زرین در بینی گرازه. نمیدونن باهاش چیکار بکنه. همه باید بدون دنبال یه لقمه نون. به خدا اعتماد بکنیم. میدونم این سالهایی که جمهوری اسلامی در ایران بوده، درک میکنم مردم زجر کشیدن، کشته دادن، شهید دادن به قول بعضیا. میدونم بخشیدن خمینی و خامنه‌ای و امثال اینا ساده نیست. میدونم. ولی اگر میخوایم ایران رو نجات بدیم، باید ببخشیم اینا رو. عیسی گفت پدر اینها رو ببخش، نمیدونن چه کار میکنن، نمیدونن خدا کیه، نمیدونن روح چیه. کوچکترین اطلاعی از دنیای بعد ندارن. چرا؟ جهنم رو خیلی خوب میشناسن، خونه ابدیشونه، بهشون وعده داده شده. ولی خدا میدونه. من آرزو ندارم هیچ احدی به جهنم بره،
ولی عده بسیار زیادی خواهند رفت، عده بسیار زیادی در راه جهنم هستند. ولی چیزی رو که میدونم اینه، بینندگان این برنامه ها و برنامه های مشابه که دعای نجات رو بعد از من تکرار میکنن و مسیح رو به قلبشون دعوت میکنن، نجاتشون قطعی و بهشتشون تضمین شده. فقط خدا میدونه روزی که من وارد بهشت میشم چه عده ای رو اونجا میبینم که توسط این برنامه ها نجات پیدا کردن. من و پشتیبانان من، کسانی که از این تلویزیون پشتیبانی مالی میکنید، همه ما در نجات این جانها سهیم هستیم. 1000 نفر، 500,000 نفر، 10 میلیون نفر، من نمیدونم، خدا میدونه. ولی در بهشت تمامشون رو خواهیم دید، اونجا با هم گپ میزنیم راجب امروز، راجب روزهای اینطوری، راجب این لحظه‌ای که میخوایم دعا بکنیم و به وسیله این دعا سرنوشت ایران رو عوض بکنیم. تهنوشتش رو بعد بگم. آینده ایران رو ما میتونیم در این دعا عوض بکنیم. با من سهیم بشید در این دعا. به وسیله این دعا من از خداوند میخوام بطلبم که اسلام واقعی و روح شیطان که پشت اسلام واقعی هست رو به آیت الله های ایران نشون بده و اونهایی که قابل نجات هستن توبه بکنن و نجات بیارن، نجات پیدا بکنن. به وسیله این دعا ما از خداوند خواهیم خواست که مردم ما رو در بر بگیره، تمام شنوندگان این تلویزیون، تمام بینندگان این برنامه رو در بر بگیره، چه اونایی که برنامه زنده رو میبینید، چه اونهایی که تکرار رو میبینید، که آرامش خداوند زندگی شما رو در بر بگیره. ترس و نگرانی از زندگیتون بره. به وسیله این دعا بذر بیرون راندن شیطان در ایران کاشته بشه. این خرافاتی که به مردم تعلیم دادن به اسم دین و مذهب، از جمله خودفروشی به اسم صیغه، رسوا بشه. زن و شوهرهای خائن توبه بکنن و به همسرانشون برگردن. به وسیله این دعا از خداوند میخوایم که ایران رو نجات بده. بنابراین دوستان عزیز، اجازه بدید اینجا خط رو هم بگیرم، خیلی زنگ زده. جانم رو ایر هستید، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عزیز جان، از ایران تماس میگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. یه دعا میخواستم کل خانوادم. در چه موردی عزیزم؟ بسرم افسردگی گرفتیم هممون، همتون افسردگی هممون هست. میبینین ارواح پلید رو یا حسشون میکنین؟ ارواح پلید رو میبینین یا حس میکنین؟ ولی ماها نمیبینیم جانم. دوست از خواهر
خواهران میبینن ولی ماها نمیبینیم. اوکی، دو تا از خواهراتون میبینن. با هم زندگی میکنیم؟ نه من جدا هم. اوکی، جدا هم زندگی میکنم. اسم کوچیکتون رو میتونم بپرسم؟ معصومه. معصومه، اوکی عزیزم. شبا خواب ندارم تا ساعت 8 این برنامه تو من باشه باز نگاه میکنم. اوکی عزیز جان، حتما تقاضای دعاتون رو نوشتم براتون، دعا میکنم، امیدوارم که بیدار باشید و در این دعا با ما سهیم بشید. آیا تا حالا عیسای انجیل رو به قلبتون دعوت کردید؟ سه روز پیش به همراهی جست شوهرم. هللویا، خدا رو شو. به همراهی کی؟ رفیق شوهرم، رفیق ارشاد خونه ایمان. خدا رو شو، شوهرتون ایمان نیاوردن؟ هنوز نه. اوکی، اون وقت چند وقت هست که برنامه ها رو میبینید شما؟ همون سه روزه. همون روزی که تماشا کردید همون روز ایمان رو بردید؟ بله؟ بله. خدا رو شکر خواهرم، مرسی از تلفنتون، حتما براتون دعا میکنم. خدمتون عرض کردم قبلا کار من نیست، کار روح القدسه، ولی خیلی 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 به ندرت پیدا میشه کسی که این برنامه رو ببینه، این تلویزیون رو تماشا بکنه و به عیسای انجیل ایمان نیاره. کمتر کسی هست که به این وسیله نجات پیدا بکنه و وارد بهش نشه. سه روزه این خانم، سه روزه داره این تلویزیون رو تماشا میکنه. همون روز اول ایمان آورد. بطری تموم شد، نگاه کن تو رو خدا. ببین بطری سی و سه ممیز هشت اونز تقریبا یک لیتر آب تو این مدتی که با هم برنامه داشتیم نوشیدم. اینجا آب دوست دارم، چیکار کنم؟ آماده هستید عزیزان؟ بریم به حضور خداوند و دعا بکنیم. لازم نیست بعد از من یا همراه من چیزی به زبون بیارید، سکوت محض، فقط به دعا گوش بدید و در پایان دعا فقط آمین بگید. آمین به معنی این که موافق هستید و اون چی که من گفتم بشه.
و همراهی خودتون رو دست کم نگیرید در این دعا، خیلی مهمه. یک چیز رو باید سریع چک کنم قبل از دعا. دعا کنیم با هم. خداوندا، به حضورت میام با این گروه از بینندگان ای قدوس، با کسانی که با من در این دعا متحد هستند. به حضورت میایم ای خداوند، ای پدر آسمانی ما، به نام مقدس عیسی مسیح، و از تو ای روح مقدس خداوند تمنا می کنم این دعای ما رو هدایت بفرمایی، حمایت بفرمایی، و از هر نوع حمله دشمن به دور نگه داری. خداوندا، برای ایران در این لحظه دعا میکنیم، برای ایران که ای خداوند از شر ارواح پلید خلاص بشه، ای خداوند روح مقدس تو رو میطلبم که منازل یکایک بینندگان رو در این لحظه با حضور خودت پر بسازی و ارواح پلید رو برونی از اونجا. در نام مقدس عیسی و قدرتی که خداوند در نام عیسی به من داده، به تمام ارواح پلید که در منازل بینندگان من در این لحظه هستید فرمان میدم که از زندگی اونها، افکار اونها، اعضای خانواده هاشون و اونچه که بهشون تعلق داره دور بشید، از ایران برید بیرون، برای اینکه شما رو دیگه خوش آمد نمیگن مردم. ای روح مقدس خداوند، از تو میطلبیم، دعوت میکنیم که در منازل مردم ساکن بشید. خداوند، فرشته های تو رو می طلبم که دور تا دور مملکت ما رو حمایت و حفاظت بکنن. از تو می طلبم ای خداوند که فرزندان شیطان رو از ایران بیرون بکنی، و مطابق با کلامت ای خداوند ایران رو بازسازی بفرمایی. اجازه بده ای خداوند، راه رو باز بفرما که در داخل ایران
من و امثال من بتونیم راحت خدمت بکنیم، کلام تو رو بشارت بدیم و مردم تو رو دعوت بکنیم که اون کسانی که خودشون تصمیم میگیرن مطابق با کلامت دعوت شدگان بسیارن، منتخبین ای خداوند میطلبم نجات پیدا بکنن، حتی در بین آخوندها، در بین آیت الله ها، در بین مقامات نظامی، در بین مقامات امنیتی ای خداوند. فرزندان خودت رو لمس بفرما و با ما متحد بساز ای قدوس. امنیت تو رو میطلبم نه تنها برای ملتمون، بلکه برای اون کسانی که در ارتش هستن، در مقام، در نظام‌های مختلف، در نیروهای مختلف هستن و با این جمهوری اسلامی مخالفن. حمایت تو رو برای اونها میطلبم. از تو تمنا میکنم ای خداوند ایران رو آزاد بسازی. تمنا میکنم که تمام نقشه های وحشیانه این جمهوری اسلامی بر علیه مردم رو خونسا بسازی. کسانی که بیگناه زندانی شدن ای خداوند، آزادیشون رو از تو میطلبم. با معجزه خودت ای خداوند مقامات مسئول رو لمس بفرما که تصمیم صحیح بگیرن که اون کسانی که بیگناه به زندان افتادن آزاد بشن و بیرون بیان. خداوندا ارواح پلید رو برای مردم ایران رسوا بساز که مردم بتونن اینها رو به چشم ببینن و نه تنها ازشون نترسن، بلکه در نام مقدس عیسی مسیح به ارواح پلید فرمان بدن که از زندگیشون، از خونهشون، ماشینشون، سر کارشون، از افکارشون بیرون برن. خداوندا خواهش میکنم ملت ایرانو از این ارواح شریر دروغگویی، قسم خوردن، فحش دادن نجات بده. دعا میکنم ای خداوند اجازه بدی که ملت ایران خدای واقعی رو تجربه بکنن، به تو ایمان بیارن، به عیسی انجیل ایمان بیارن. خواهش میکنم ای خداوند مقامات این رژیم رو لمس بفرما که خودشون از ایران برن و اگر حاضر نیستن این کارو بکنن، تمنا میکنم ای خداوند مطابق با کلامت تو خود دینها رو از سر کار بردار و حاکمی که از جانب تو هست، کسی که میتونه آزادی رو به ایران بیاره، نه بی بند و باری بلکه آزادی به ایران بیاره ای خداوند، حمایتش بفرما و یاری به بخش ای قدوس که مردم دیگه از چیزی نترسن، در هیچ شرایطی از هیچ کس نترسن، امیدشون به تو باشه، خودشون رو به تو بسپرن. خداوندا تمنا میکنم این هرسی که رهبران ایران برای پول میزنن، پول بیشتر، قدرت بیشتر، خداوندا ازشون بگیر، آزادشون بکن. و اگر در بین
رهبران جمهوری اسلامی، در بین آخوندها، آیت الله ها، کسانی هستند که تو قلبشون رو میشناسی و انتخابشون کردی برای نجات و ایمان آوردن به مسیح انجیل. خداوندا تمنا میکنم هر چه زودتر این کار رو انجام بدی و از همون افراد استفاده بکنی که موقعیت ایران به نفع بهتر برگرده. ایران رو پاک بسازه خداوند، ایران رو پاک بساز از پیروان شیطان. خداوندا از حضور تمنا می کنم اون کسی که تو صلاح می دونی، اون کسی که از جانب تو هست، اون کسی که حکمت داره و می تونه ایران رو جلو ببره، آماده بسازی که روی کار بیاد ای قدوس و ایران رو نجات بده با کمک تو. از تو تمنا می کنم ای خداوند، دشمنان خودت رو رسوا بساز، فرزندان خودت رو حمایت بفرما و یاری ببخش که نام تو ای خداوند در ایران جلال پیدا بکنه، نام تو در ایران جلال پیدا بکنه. دزدی، غیبت، راهزنی، دروغگویی و زنا در ایران ریشه کن بشه. تو قادری ای خداوند. ایران مملکتی بشه ای خداوند که مثل زمانهای گذشته که در اوج قدرت و ثروت بود و دیگران آرزو میکردن بتونن ویزای ایران رو بگیرن و به ایران بیان، ده ها مرتبه از اون موقعیت براشون بهتر به وجود بیاد. ایران بتونه اعتبارش رو پس بگیره و از ثروتش برای بهبود زندگی مردم استفاده بکنه. دخالت تو رو می طلبم ای خداوند بر روی ایران زمین، دخالتت رو می طلبم در افغانستان ای خداوند و برادران و خواهران افغانیمون که در ایران یا در افغانستان زندگی می کنن. خداوندا اونها رو هم پاک بساز، نجات بده از روح پلید اسلام، از خرافات، از نادرستی در دستگاه های دولتی. ای پدر آسمانی ما، از تو تمنا می کنم ایمان ما رو روزافزون بساز، یاری ببخش که من به همراه تمام این بینندگان ای قدوس هر روز در تو رشد بکنیم، در کلامت رشد بکنیم. یاری ببخش از قدرتی که در نام مسیح به ما عطا فرمودی استفاده بکنیم و اراده تو رو به انجام برسونیم. خداوندا تمنا میکنم اون رابطه نادرستی که بین ایران و کشورهای کمونیستی وجود داره، از جمله روسیه و چین، ونزوئلا و امثال اینها، از تو می طلبم ای خداوند این رابطه رو منهدم بسازی و رابطه صحیح با حاکمی جدید در ایران، رهبری جدید در ایران، با دنیای آزاد به وجود بیاری. یاری بفرما که مردم از این
نحوه زندگی و کمبود نجات پیدا بکنن و در فراوانی زندگی بکنن. یاری ببخش که مردم تو رو بشناسن ای خداوند، بدونن چطور دعا بکنن، چطور به تو نزدیک بشن. تو رو شکر میکنم ای خداوند برای آرزوهای قلبی تمام اون کسانی که دارن الان تماشا میکنن، دعا میکنم برای کسانی که بیمار دارن یا خودشون بیمار هستن، شفا به وجودشون بیاره خداوند. کسانی که مشکلات زناشویی دارن و خیانت بینشون هست، شفا بیار به وجودشون و زندگی زناشوییشون. احترام بین زن و شوهرها به وجود بیاره خداوند و کمکشون بکن که اشتباهات خودشون رو اول ببینن، بعد از طرف مقابل انتظار بیشتر داشته باشن. روح غرور رو از میون زن و شوهرها برداره خداوند، به روح اتحاد و یگانگی عطا بفرما. شکرت میکنم ای خداوند، تمنا میکنم ای قدوس. کسانی که در کشورهای خارجی احتیاج به ویزا یا اقامت یا هر مورد دیگه ای دارن، براشون فراهم بساز. قلب تصمیم گیرندگان رو لمس بفرما که مهر مثبت روی گذرنامه های اینا بزنن و قبولشون بکنن هر جایی که تقاضا کردن. شکرت میکنم ای خداوند بزرگ من به خاطر عظمتت. شکرت میکنم که با تمام کمبودهای ما انسانها باز هم پشت به ما نمیکنی و منتظر هستی که همه توبه بکنن و به طرف تو بیان. خداوندا این موقعیت رو به مردم ایران بده، ترس رو ازشون بگیر، این ترسی که جمهوری اسلامی در مردم قرار داده ای خداوند به وجود خودشون قرار بده و برگردون و ملت ایران رو آزاد بساز. قانونی که به نفع مردم و برای مردم هست در ایران به وجود بیاره ای قدوس و ایران رو از این هرج و مرج، از این گرونی، از این خاری و خفت نجات بده. تو رو شکر میکنیم ای خداوند. خودمون رو به حضورت میسپاریم و همه اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبیم. آمین ای خداوند، آمین آمین. دیدم که اینستاگرام وقتش تموم شد، ولی خدا رو شکر که عزیزان از روی تلویزیون تونستید همچنان با من بیایید در این دعا. عیسی گفت هرگاه دو نفر یا بیشتر به نام من دور هم جمع میشن و دعا میکنن، اونچه که بطلبن براشون انجام میدم. گفت بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، بکوبید تا در به رویتان باز شود. خدا رو شکر برای وجود همتون عزیزان. فکر میکنم وقتش رسیده که از حضورتون مرخص بشم.
کارهای زیادی باید در این فرصت کم انجام بدم، ولی از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزارم. خدا رو شکر تقریبا 6 ساعت و نیم در خدمتتون بودم. شب به وقت ایران شروع کردیم، صبح تمام کردیم، ولی خدا رو شکر میکنم. ممنونم از شما عزیزان به خاطر وقتی که با من گذاشتید. از این تلویزیون پشتیبانی بکنید. آدرس من زیر صفحه هست، میتونید هدایای خودتون رو با آدرس زیر صفحه بفرستید و یا روی وبسایت من تشریف ببرید، kashishhamid.com، و دکمه دونیشن رو کلیک بکنید که صفحه پیپل براتون باز بشه و از اون طریق میتونید برای یک بار یا به صورت ماهانه از ما پشتیبانی بکنید. ای کار نشینید، هم دست بشید با من. کارهای بزرگی داره صورت میگیره. میخوایم همه جزئی از این کارها رو به عهده داشته باشیم، از جمله نجات مردم اصل مطلب است. از توجهی که به این برنامه کردید عزیزان صمیمانه سپاسگزارم و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شب و نگاه تو صفا بود،